اگه بیان بگیم یه چیزی در شأن الله نیست و ما مثلا اگه یه آیه داریم که اینجا به نظرمون میرسه که کسی خالق هستی هست نمیتونسته یه همچین حرف اشتباهی رو زده باشه، اون آیه ها رو مثلا ما اینجا میتونیم مطرح بکنیم که ببینیم نظر شما چیه؟ بله دقیقا همون آیات، یا مثلا یه مثال میزنم مثل بحث ارث. در تقسیم ارث مثلا میگه یک سوم به فلانی، یک دوم به دختر، یک چهارم به زن بدهید. بعد میایم میبینیم در نهایت برابر یک نیست این ارث، یعنی از لحاظ ریاضی برابر یک نیست. خب این شبهه است دیگه، شما باید اینا رو مطرح کنید، گزینه ها رو باید قبل از اینم باید انتخاب میکرد، اینا رو مطرح کنید که ما بتونیم به عنوان یک مسلمان باورمند از آیات این یا استدلال قوی بیاریم یا واقعا دیگه توجیه کنیم دیگه، یعنی دیگه منم اسلامم زیر سوال میره به این صورت. یعنی منظور میخوام بگم شبهاتی که بیشتر در قرآن مطرحه، مثلا سوها هست، کی هست یا همچین چیزایی رو مطرح کرده، یا مثلا زئوس، شما مثلا میتونی از مطالبی که هست برای قرآن تراشیدن، ضعف‌های بزرگ قرآن رو به قول معروف تعالی مطرح کرده، اون موارد رو اینجا اشاره کنید که ما بتونیم این شبهات رو یا با منطق و درون قرآن حل کنیم، یا یعنی اینکه بالاخره شنونده میفهمه که در قصد توضیح کردن این مسائل رو داریم. اوکی. خب من الان چند تا نکته، حالا نمیدونم کدومش به نظرتون برای شما بهتر باشه. این که جنین توی الان چند تا مشکلی که معمولا اشاره میشه بهش از این که به نظر میرسه قرآن، کسی که قرآن نوشته آگاهی نداشته از این که طبیعت چجوری کار میکنه و جهان چجوری کار میکنه. الان چند تا مثال اگه بخوام بزنم اینا رو میتونم لیستوار بهتون بگم که ببینین که این نایه شروع برای بحث مفید هست یا نه، یعنی که یکی یکی بگم. میخوام مثلا لیستش رو بهتون بدم، یعنی که یکی شروع. مشکل نداره، ما می نویسیم دیگه، شما مطرح کنید که بتونیم جوابگو باشیم. اوکی. مثلا اینکه توی جنین توی رحم مادر به نظر میسه که قرآن میگه که اول استخونش درست میشه بعدن گوشتاش، درسته؟ برشتی که مثلا که برعکسه. اینکه اسپرم از کجا میاد، مثل اینکه میگه از جایی توی کمر آدم و بین سینه و کمر میاد، در صورتی که ما میدونیم که اسپرم از بیضه ها میاد. اینکه شهاب سنگا مثل اینکه ستاره ها رو با شهاب سنگا رو مثل اینکه یه چیزی میدونه و از شهاب سنگا رو جوری ازش صحبت کنه. البته اینا میتونیم در بحث بکنیم، اما من نمیدونم حالا بعدش شما چیه، ولی شهاب سنگا رو مثل اینکه یه اسلحه ای میدونه برای حمله فرشتگان به اجنه، برای اینکه اسرار بهشت رو اینا نتونن درک بکنن. یکی هم اون قسمتی که میاد میگه که تمام مثل اینکه حیوانات به شکل جفت ساختش آفریده شدن، در صورتی که ما میدونیم خیلی از حیوانات مثلا جفت نیستن، بعضی از حیوانات مثلا یک نر و ماده ندارن، بعضی هم مثلا سه تا هستن به جای اینکه جفت باشن. بعدم آیه ای که مثلا میاد میگه که به نظر میرسه یه آیه هایی هست که میگه که خدا اول زمین رو آفریده بعدن ستاره ها رو آفریده، در صورتی که چیزی رو که ما میدونیم اینه که ستاره ها قبل از کل زمین اومدن. فکر کنم همینا فعلا کافی باشه. نمیدونم نظرت چیه، همینا رو میخوای بریم جلو؟ زیاد نباشه، زیاد نباشه. ببینید عرضم به حضور در مورد اسپرم و جنین که شما گفتید، در قرآن اومده سوره طارق یخرج من بین الصلب و ترائب. این از بین صلب و ترائب خارج میشه. بعضی خب مترجمی میان مثلا میگن از سینه مادر و کمر پدر منظور خارج شده، در حالی که میگه این اسپرم یخرجو خارج میشه من بین اون بین داره، من بین صلب و مثل شیر که میگه من بین فرس و دم، در سوره نحل میگه از بین خون بدن حیوان و اون سرگین یعنی جویده شده یک شیر گوارا برای شما بیرون کرده بدون اینکه لکه‌ای داشته باشی، یعنی از بین دو تا حالت خون و چیز خارج شد. اینجا اتفاقا میگه یخرج من بین صلب و ترا، یعنی از یک شخص میخواد قرار این اسپرم خارج بشه. اما صلب رو ببینید در قرآن شما نگاه کنید به معنای آویزان
صلیب کشیدن، همون چیزی که بیزه ها رو که آویزانه، یعنی اون مترجم میاد خطا میکنه. یخرج من بین صلب و ترائب، این اسپرم کجا تشکیل میشه؟ میگه از اون چیزی که آویزان شده بر مردان، صلب از اون و ترائب یعنی همون مجاری که از اونجا میاد و خارج میشه. چون میگه من بین رو باید بری شما اضافه کنید به متن، یعنی تحقیقتون، که میگه از یک موقعیتی که صلب و ترائب آویزان به صلیب کشیده شده هست، آویزان و ترائب خارج میشه. خب دقیقاً اتفاقاً برای اسپرم همون علمی که امروز دارن میگن، دقیقاً قرآن هم به همون اشاره میکنه. نگفتی که آخه ببین وقتی میگه من بین صلب، باید میگه مثلا از صلب مردان و ترائب زنان، ولی میگه ما بین، یعنی از دو تا چیز باید این رد بشه، دو تا این اسپرم از دو موضع باید رد بشه. یکی میگه صلب یعنی همون جایی که بیزه های مرد آویزانه، و ترائب یعنی اون مجاری که میاد از اونجا بیرون میاد، یعنی از اونجا میگه من اسپرم رو خارج خواهم کرد. یعنی دقیقاً اتفاقاً دست گذاشت روی نقطه‌ای که قرآن هم به همون اشاره میکنه. صلب رو برید در تحت لفظی قرآن، ماده صلیب صلب، لأصلبنکم، فرعون میگه شما رو به آویزان میکنم، یعنی صلب از این ماده هست که ما متوجه میشیم که به این مشکلی ایجاد نمیکنه. یا مثلا در مورد جفت صحبت میکنید، بزنن یکی یکی بریم، میشه یکی یکی بریم جلو. بزنن اینو یکی برسه. پس میگه من عربی خوندنم ضعیفه، شما کمک کنید. میگه یخرجو من بین الصلب و التراب ترائبه، درسته؟ بله بله. خب پس صلب الان اینجا تحت لفظی اگه بخوام گفتین، صلب میشه سخت و محکم، درسته؟ نه، یعنی جایی که آویزانه. صلب یعنی ببین از ماده صلیب دیگه، میگه عیسی رو به صلیب کشیدن، از ماده آویزان یعنی اون موضع، اون موضع مردی که آویزان یعنی بیزه ها. آیه هفت سوره طارق، سوره شماره 86. ببین چیزی که من ببینید، اینکه یک توی عربی یک ریشه یک کلمه با یک کلمه دیگه یکی باشه به معنی این نیست که حتما همه ببین مثلا سلام و تسلیم، خب اینا لزوما مثلا معنیش یکی نیست. خب برای اینکه صلب و صلیب یه ریشه دارن، به معنی نیست که صلب لزوما به معنی آویزان شدنه. این معنی الهه قمشه‌ای رو الان دارم نگاه میکنم، انصاریان رو دارم نگاه میکنم، فولادوند رو دارم نگاه میکنم، آیتی رو دارم نگاه میکنم و مکارم شیرازی رو دارم نگاه میکنم، هیچ کدوم از این ترجمه ها آویزان توش نداره. خب ببینید جناب آقای آرمین، یک من ماده صلب رو گفتم از قرآن بگرد، چون قرآن خودش یه لغتنامه بسیار قوی است، تو بحث ها متوجه خواهی شد. یک کلمه رو کلمات دیگر جای جای قرآن میتونه معنی کنه که ما جای دیگه دنبالش نگه. این یه موضوع. موضوع بعدی اون کلمه منبعین مهمه، منبعین صلب و یعنی یک مایه قرار خارج بشه از بین دوتا چیز. آخه ببین زن چه ربطی به مرد، ما بین نمیشه، این که یکی از زن میخواد خارج بشه اگه به طبق ترجمه کمشه ما نگاه کنیم، یکی یه مادی از زن میخواد بیرون بیاد، یه مادی از مرد، این بین نمیشه. ولی این نگفته اینجا زن و مرد اصلا نگفته، خودشون حالا یه کسی اضافه کرده، اضافه کردن دیگه، خودشون اضافه. ولی من میگم خود آیه رو منبعین صلب بدتره، اون منبعین یعنی یک قطره آبی که قرار خارج از بین اون بیزه های آویزون و ترائب، یعنی اون مسیری که منی میاد خارج میشه، میخواد بگه اونجا تشکیل میشه. ببین از زن که خارج نمیشه، منی از مرد خارج میشه دیگه، ولی از دو باشه. بله باشه. خب حالا از مرد بگیم، خود من، خب چیزی که ترجمه شده و نه تنها ترجمه شده، ببین شما میگی ترجمه اشتباهه، در صورتی که شما اگه برید تفسیرهای این آیه رو نگاه بکنید، تفسیرهای علمای عرب زبان که احتیاجی هم به ترجمه نداشتن، اونها هم برداشتشون این بوده که این داره میگه از بین سینه و کمر بوده، از بین پشت و سینه. این که شما میگه صلیب لزوماً به معنای آویزان بودن هست، تو هیچ کدوم از این تفاسیر این صلیب رو به معنای چیزی که آویزان هست نمیبینه.
حالا ترجمه ترائب رو شما از کجا، ترائب رو چی میدونید؟ ترائب رو سینه نمیدونید؟ سلب شما دارید میگید چون سلب صلب یک ریشه با صلیب داره، برای این صلب چیزیه که آویزانه، در صورتی که هیچ کدوم از مفسرین، من نمیدونم اینجا نمیدونم کسی بگه ربطی به آویزان بودن داره. ترائب رو چجوری ترجمه میکنید؟ ببخشید من مایکم بسته بود. عرضم به حضور که ترائب هم همونه، یعنی اونجایی که مسیری که چیز خارج میشه، یعنی اون مجاری که اون منی حرکت میکنه، یعنی در بیزه تشکیل میشه. چون ببین میخواد بگه خروج این منی از دو موضوع، من بین صلب و ترائب، اون من بین خیلی مهمه، یعنی یک مایی حرکت میکنه از صلب، از جایی که آویزانه، یعنی موضعی که آویزان، از اونجا بیرون میاد و ترائب اون مجاری که میاد و بیرون میزنه. این ما بین صلب و بله. آیا قبل از این که ما متوجه باشیم که اسپرم از بیزه میاد، کسی تا حالا اینو اینجوری ترجمه کرده بود که شما دارین ترجمه کنید؟ من این رو متوجه شدم، لغات قرآنی رو بایستی از قرآن کمک بگیریم. مثلا تو بحثا خواهیم اومد، شما مثلا خواهید ایراد خواهید گرفت که مثلا زنان رو بزنیم. خیلی اهل قرآن هم میگن آقا وزر به اونا به معنای زدن نیست، به معنای چیز دیگه است. ولی خب من میدونم به معنای زدنه، دلیل دارم، چون در آیات دیگر کمک میکنه، این رو من میفهمم. لذا صلب رو ما بایستی برگردیم به این ماده که در قرآن هست، وجود داره، ما صلبوه و یقیناً نمیدونم لأصلبنکم. وقتی که من نگاه میکنم لغات قرآن رو، خود قرآن داره کمک میکنه به من که این موضعی که آویزانه خارج میشه این معنی، این یعنی یه چیزی است که من استفاده نمی‌کنم. سلب کردن تو بقیه آیه قرآن به معنی مثلا محکم کردن نیست، به در جایگاهی قرار دادن، تحریش رو محکم کردن، مثل اینکه صلح شما وقتی یه کسی رو صلح به معنی محکم هم هست، یعنی اگه قرآن بخواد از محکم استفاده بکنه از صلح استفاده می‌کنه. آره، یعنی شما اگه دارید صلح رو به صلیب رفت میدین و میگین یه کسی رو صلیب آویزون شده، میشه اون آیه که به معنی محکم کردن یه نمونه بخوانید، یک آیه بخوانید؟ نه، شما همونایی که شما گفتین، شما وقتی به صلیب کسی رو به صلیب میبندن، خب شما دارین میگین چون آویزونه، اینو به آویزون بودن دارین نسبت میدین، در صورتی که خب کسی هم مثلا یه تابلو رو دیوار میذارید، ببین شما مثلا یه تابلو رو روی دیوار میذارید، هم میتونید نگاه بکنید خب روی جایگاهش رو دیوار محکم شده، هم میتونید بگید روی جایگاهش مثلا شما آویزون بودنش رو دیوار رو دارید در نظر میگیرید. نه، من اگر معنای ثانوی صلب در قرآن داشته باشه، اون موقع قابلیت بحث رو داره، یعنی ما میتونیم اینجا اون بحث رو پیش بکشیم که آقا شما چرا معنای دوم رو که در قرآن اومده استفاده نمیکنی ازش. و وقتی که من نگاه میکنم مثلا فرعون میگه لأصلبنکم، من شما رو از درختان خرما آویزان میکنم، یا مثلا میگه ما صلبو عیسی رو میگه آویزان نکردن، دروغ میگن، به صلیب نکشیدن، یعنی اعدامش نکردن، دروغ میگن اینا. یعنی میخوام بگم که این صلبو و لأصلبنکم، این ماده صلب حداقل 10 بار در قرآن اومده. خب ما 10 بار هم نگاه میکنه به معنای آویزان. من یه آیه بخونم که باز به معنای محکم شده. میگه من نمیدونم کدوم آیه است، ولی و حلائل الابناءکم الذین من اصلابکم. خب میگه از نسل شما هستن، اصلابکم میگه از نسل شما هستن، یعنی همون آبی که شما از شما بیرون اومده از اون هستن دیگه. خب یعنی از اینجا باش میگه، یعنی از پشت شما هستن. نه میگه یعنی از نسل، از نطفه شما هستن، یعنی اون چیزی که خارج شده از اون هستن. نه ببینید وقتی میگه اصلابکم، خب جان آرمین جان چی گفتی؟ من صدات بد بود. الان صدام خوبه؟ ادامه بده شما. ادامه بده. ببینید وقتی میگه اصلابکم، شما اینجا دیگه اصلا نمیدونم چجوری میخواید اینو ترجمه بکنید به آویزان شما، از آویزان شما هستن. و
وقتی میگه اصلا بکن و اصلا بکن به مثلا معنی نسل و پشت شما میشه، خب که حتی داره میگه مثلا در نهج البلاغه یه جایی میگه که الا و ان شجره البریت اصلب اصلب و اودا، که منظور شاخه محکم تره. خب بازم نمیتونید اینجا بگید که مثلا شاخه آویزانه. نه ببینید دقت کن، اونجا میگه حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، میگه فرزندانی که از نسل خودت هستند اونها رو زنانشون برای تو حرامه، دیگه نمیتونی با اونها ازدواج کنی. خب اون نسل رو ما میبینیم دیگه، اصلابکم دقیقاً اینجا داره معنی از پشت شما هست، از شما هست، یعنی اصلابکم اینجا دقیقاً معنی پشت میده، از نسل شما هستن. چرا مثلا نمیگی از نسل شما هستن، چرا میگی از پشت شما هستن؟ اصلا از نسل شما. خب اگر معنی کلمه اصلابکم معنی کلمه پشت، پشتم میده معنی معنی نسلم میده، معنی محکمم میده، مثلا همونطور که در نهج البلاغه بهتون گفتم، و معنی خب به صلیب کشیدن معیار ما نیست که، نهج البلاغه معیار ما نیست، ما اینجا داریم از لغات قرآنی استفاده میکنیم. ما نمیتونیم بگیم یخرج من بین الصلب، یعنی خارج کرد اون شما را، اون نطفه را از بین نسل شما. صلب اونجا به معنای موضعی است که من بین رو گفتم دقت کنید از دو تا موضع خواهد. حتی مترجمین هستن که اومدن ترائب رو به معاهدان. اگر بگی از نسل شما خارج کرد که خیلی منطقی تر شما قابل توجیه تر هم است برای شما. نه آخه ببین یخرج من ماء دافق اون آب منی رو میخواد بگه موضعش از کجاست، از کجا تا کجا حرکت کرده خارج شده، اون رو میخواد بگه، نسل نمیخواد بگه، که میگه اون آب منی از صلب شما، از موضعی که آویزان بوده و ترائب و محل عبور منی از اینجا خارج شده. ببین آقای فرزادی، من فقط تنها چیزی که بگو. نه من برام سواله که چرا این همه کسایی که تفسیر کردن این آیه ها رو با شما مخالفن، من جمله کسایی که عرب زبان بودن. آرمین بحث تو این مورد من بیشتر چون همیشه در ترجمه قرآن از خود لغات قرآن استفاده میکنم. مثلا ببینید در 34 نساء میگه نشوز زنان نافرمانی کردن، ولی من نشوز رو سه جای قرآن میبینم که یعنی این زنان قصد خیانت داشتن. از قرآن ثابت میکنم این رو، نه اینکه نافرمانی زن باشه. حالا بحث شاید به اونجا بکشه، آیه 34 نساء رو مطرح خواهید کرد. یعنی میخوام بگم که برای قوت بحث تمام تلاش همینه که یک لغت رو از خود قرآن، درون قرآن استخراج کنم. شما همین مترجمه که بخوای حجت قرار بدی، همون ترجمه یکی از ترجمه نوشته سینه مرد و پشت مرد، یکی دیگه ورداشته نوشته پشت مرد و سینه زنان. یعنی خود اونها در ترجمه ها مشکل دارن، منتها ما بایستی بیایم مهارت به خرج بدیم. میگم آقا جان این ماده منبعینه، اونجا گفته بود شیر رو از بین سرگین و خون گاو بیرون میآورد، از بین دوتا ماده. اینجا میخواد بگه از بین دوتا چیز این معنی رو بیرون آوردم، دیگه به زن نمیتونی این رو تعلق بدی، یعنی اون موضع رو فقط در مرد باید ببینی. از این حس باید به معنی ما دقت کنیم که منبعینم آمده باشه. به مردم که بگید بین سینه و کمر مرد بازم اشکال داره دیگه، ولی اگه هو و صلب و فدینه یعنی چی آیه فخردی؟ هو و صلب و فدینه یعنی چی؟ تو قرآن نیست همچین جمله‌ای. عربی که هستش که من کاری ندارم تو قرآن هست یا نیستش. اگه شما نفر در دینش محکم هست، نه اون جمله رو شما میارید در قرآن محکم رو معنی کرد، احکمت آیاته یا شدید اشد و به این کلمات استقامو از کلمه قوام استفاده کرده، از ماده صلب برای محکم بودن اصلا استفاده نکرده. لذا صلیب رو ولی در قرآن داریم، اصلبنکم آویزانتان میکنم، موضعی که آویزان میکنه اون رو در قرآن اتفاقا آورده. منم از همونجا کمک میگم این صلب رو به موضعی که در مرد آویزانه اشاره داره، نه جای دیگه. اوکی، یعنی در واقع فرخدین شما دارید میگید تمام این مفسرین معروف قرآن، تمام مترجمین قرآن، تمام کسانی که به زبان عربی صحبت میکنن تا حالا همه اشتباه متوجه شدن. حالا آقای فخرالدین درست متوجه شده، کی درست متوجه شده؟ وقتی درست متوجه شده که علمم متوجه شده که اسپرم از بیزه مثلا قابلیت اینو داره که از بیزه مثلا، منظور شما یه همچین چیزی؟ ببینید الان
من برای اینکه خودم رو ثابت کنم، چون من اعتقاد دارم هر زمانی مبین قرآن داره، یعنی کسایی هستن که الله بهشون علم عطا میکنه، اینا علمشون فراتر از علماست و هر مردمیست و اونها مبین واقعی کن. قرآن هم این وعده رو داره، میگه از حدیث نشناسید، اونایی که تخصص دارن یا منتخب میشن یا بهشون علم داده میشه سعی کنید علم رو از اونها بگیرید. الان مثلا یک شبهه دیگری که آرمین مطرح کرده بود، من وقتی اون رو جوابش رو به شما بدم خود به خود قانع میشی، یعنی جوابی که حتی در هیچ عالمی و تفسیری پیدا نخواهی کرد، ولی هست همچی چیزی در قرآن. من اجازه بدید اون رو هم مسئله دوم رو بپردازم، چون دیگه به اندازه کافی بحث شد، حالا دیگه بقیش باشه نونده دیگه. حالا نه، اما منظور من اینه که شما میدونم این بحث رو بذارید نقطه‌ش رو اینجوری بذاریم دیگه. شما میگید این ادعی که خیلی متخصصن و عالمن و نمیدونم عربی دانن و اینا تقریبا همگی، یعنی به مقدار زیادیشون اکثرشون اشتباه کردن دیگه. منظور شما اینه؟ من قطعاً بله. ببینید من این یکی از مواضعی که مخالفت دارم با علما، الان قرآن خودش کتاب کاملی است، حتی کل دنیا شما علما شیعه سنی رو بپرسید آقا رکعت نماز در قرآن میگه نیامده، باید بریم دنبال حدیث. ولی منی که الان با شما اینجا صحبت میکنم خیلی آسان با یک آیه قرآن رکعت نماز رو از قرآن ثابت میکنم. بس متوجه میشید که یک قاعده در قرآن هم هست، میگه انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. ابراهیم به پدرش گفت پدر من علمی آوردم که تو نداری، فتبعنی، باید پس باید تو تبعیت کنی. یعنی هر کسی اون علم رو داشت باید مورد تبعیت قرار بگیره. حالا من که با شما دارم گفتگو میکنم در اثناء بحث متوجه میشید دلیل هایی بر این شبهات ایجاد یعنی خواهم آورد از درون قرآن که خود به خود شما رو قانع میکنه، دلیل هایی که دیگران نتونستن بیارن. واقعیت باشه. دیگه در طول بحث متوجه میشید. باشه، پس یه روز دیگه هم درباره یه بحثی بذاریم، درباره این که چجوریه که اون بحث امروزمون نخواهد بود، ولی این که مثلا شما میگی که شما برداشتشون درسته و این همه مسلمون برداشتشون غلط بوده، بیام در برای کاربرد قرآن هم صحبت بکنیم. قرآنی که این همه آدم در طول این همه مدت فرضاً بکنیم حرف شما درسته، خب یعنی ما میتونیم نگاه بکنیم و ببینیم که نه، فخرالدین یه تفسیر درستی داره، بقیه مسلمون ها برداشت غلطی دارن و بدیهی هم هست، واضحه. یعنی ما اگه از آیه های دیگه قرآن استفاده بکنیم واقعا به این نتیجه میرسیم که تفسیر فخرالدینه که درسته. و یه سوال دیگه اون روز برای یه روز دیگه پیش میاد، خب که چرا الان قرآن یه کتابیه که انقدر کاربردش کم بوده که این همه مسلمان ها در برش نتونستن این برداشت درست فخرالدین رو ازش بکنن. حالا اونو یه روز دیگه ولی حالا از همین بفرمایید. خواهش میکنم. بله این یک خیلی مهمه، یعنی یک نفر ادعا میکنه من قرآن رو به وسیله قرآن باز میکنم، یعنی تفسیر قرآن رو از درون قرآن، جای دیگه شما رو نمیبرم. اما اینها این کارو نکرده، اینا اومدن یک آیه شما میخونی بدون اینکه ذهنشو به کار بگیره میره توی حدیثی که صدها بار با هم دیگه اختلاف داره، میره از اونجا تفسیر میاره واسط، آخرش هم از ته شیعه و سنی و فرقه ها بیرون میاد. لذا من سعی میکنم تمام تلاشم اینه که اون توانایی خودم رو اینجا به نمایش بگذارم که شما باور کنید قرآن یک کتابی است که میشه از درونش حقیقت رو کرد، نیاز به جای دیگر نداره. ولذا این خیلی مهمه در این مورد ان شاء الله گفته بکنیم. اگه اجازه بدید یک صبح دیگه اشاره کرد زمین بعد از آسمان، این رو من اشاره کنم. نه این بریم سراغ اگه میشه به همون ترتیب بریم جلو، چون که الان من میخوام این یه آیه درباره همون تو لیستی که گفته بودم، اگه بشه بریم سراغ این ستاره هایی که برای محافظت بهشت و اینا فرشته ها پرت میکنن طرف اجنه و اینا، اگه اشکال نداشته باشه بریم آیه 5 سوره ملک بهش میگن مال آره سوره 67 اونو بریم. خب آیه رو میخونید؟ باشه من ترجمه اش رو میخونم چون عربیم خیلی خوب نیست. بله اوکی. اگه ما آسمان پایین را یعنی آسمان نزدیک را به زمین را با چراغ‌های فروزانی زینت بخشیده ایم و آنها را تیرهایی برای شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم. درست خوندم اینو یا نه؟ این مکان شیرازی بود. این رو با این روشی که شما استفاده می‌کنید، قبل از اینکه بیان ببینیم آیا مثلا داره به چی اشاره می‌کنه، مثلا اینجا به ستاره‌ها به عنوان
چراغ داره اشاره میکنه. نه آیا این آیا داره به ستاره، وقتی اینجا داره میگه چراغ، آیا منظورش از چراغ هایی که آسمان رو باش زینت دادن منظورش ستاره هاست اینجا؟ منظورش از این چراغ ها چیه؟ بله، اولا ببینید هفت آسمان میگه زین سماد، ما چراغای آسمان دنیا رو به این چراغ ها زینت دادیم، یعنی در آسمان دنیا یه همچین ستارگانی وجود داره. ثانیاً بحث مهمی که درون قرآنه و علما هرگز هم به اون نپرداختن، بیشتر به داستانهای بیرون قرآن و کربلا و اینا پرداختن و در حال قرآن چندین سوره فقط به نام ستارگانه، هیچ وقت سخنرانی یا تبلیغ اینا نکرده، در حالی که یبلغون رسالات الله باید رسالی الله رو به مردم ابلاغ، یعنی از ستارگان باید سخن میگفتیم که رمز و رازها باز بشه. ببینید ستارگان یک اجرام نورانی هستن، سیاره نیستن، اینها تماما به زمین مرتبطن. میگه در سوره واقعه میگه فلا اقسم به مواقع، سوگن به جایگاه ستارگان، اگر بدانی بسیار قسم بزرگی است، انه لقرآن کریم. اصل قرآن در آسمانه، یعنی از ستارگانه که تمام امور زمین تدبیر میشه. مثلا آهن انزلنا الحديد میگه آهن را از آسمان نازل کردیم. بس کارآمدی ستارگان فقط زدن شیاطین نیست، یکی از کارهاشونه. شیاطینی که میرن اخبار رو از آسمان میدزدن میروباین و سپس اون رو میخوان به زمین انتقال بدن که فلانجا زلزله میاد، فلانجا این اتفاق، فلانجا رهبرش عزل میشه و فلانی را، یعنی میخواد این اخبار رو از آسمان بگیرن و به سوی زمین انتقال بدن. حتی در سوره جن میگه جنیا میگفتن ما قبلا اخبار زیادی از آسمان میگرفتیم ولی الان دیگه شهابن رصدا، تیرها و نگهبانانی هست اونجا که ما دیگه نمیتونیم این اخبار رو، حتی الا من خطف الخطفه، مگر کسی که خبری برو باید قطعا او رو با تیر خواهیم زد. بس این تیری که در آسمان ها صورت میگیره، ما دوتا حرکت داریم تو آسمان اگه نگاه کنی شبها، یکی از ستارگانی مثل تیر به سرعت میزنن، یکی هم هست میبینی ستارگانی هستن علاقش بعد از نماز صبح یا موقع غروب آفتاب، ستارگان مثل قایق آرام آرام میبینی از جنوب به شمال یا از شرق به غرب از غرب به شرق، مثل قایقی که روی آب داره حرکت میکنه، به آرامی حرکت میکنن و مسیرشون رو عوض میکنن. من وقتی اینا رو نگاه میکردم میگفتم خب اگه اینا سیارن، اگه مثل زمینن، اگه اینا اونطور که به ما گفتن کهکشان، چرا این انقلابات تو آسمان صورت میگیره؟ آخه این با گفتای اینا جور در نمیاد. لذا بیشتر تدبر کردم در ستارگان و متوجه شدم که اصلا این ستارگان دارن با ما زندگی، اسباب از سماوات، یعنی چی؟ وسیله هایی هستن که ملک ها وقتی میخوان کاری رو انجام بدن به طریقی اون انجام میدن. برای محمد جبرئیل نزدش نمیومد، بلکه به صورت ستاره و نجم اذا هوا میگه فکان قاب قوسین او ادنا، اون به صورت ستاره پایین آمد، دو تیر کمان مانده ایستاد فاوها الی و سپس وحی کرد بر بندش. یعنی اینها نشان میده، من صحبت رو خلاصه میکنم. بله ببخشید فخر جان، آرمین جان این آیه ای که خوندی رو یا آیه فخر جان شما بگید کدومه؟ این یک دوم این که اگه به آیه بپردازیم بهتر. آیه فخر جان آیهش کدوم بود؟ سوره 67 آیه 5 سوره ملک. اوکی. پس سوال من اینه که شما پس این چراغ ها، این که میگه چراغ، چراغ هایی که آسمان رو باهاش زینت کردن اینا، این چراغ منظورش ستاره هاست؟ شما قبول میکنین که چراغ منظورش ستاره هاست؟ مسابیح هست، یه جا میگه و سماء ذات البروج، سوگن با آسمان که دارای برج هاست. میدونی فقط مسابیح نیست که یعنی میخوام بگم باشه. نه خب من میدونم، من فقط میخوام ماهیت این چراغ ها رو الان متوجه شم. این چراغ ها الان ستاره ها هستن؟ بله بله ستاره ها هستن. اوکی. من الان نمیخوام مثلا مچتون رو بگیرم و اینجوری، فقط دارم میپرسم که یاد بگیرم. نه مشکل نداره، شما مثلا میتونی مطرح کنی بگی آقا مثلا اینا یه چیز دیگه هن، مشکل نداره که ما داریم گفتگو میکنیم دیگه، ببینیم قرآن یه چیز قدیمی کهنه به کار برده یا واقعا امروز هم کاربرد داره دیگه. بله بله مرسی ممنون. چرا داره به ستاره ها میگه چراغ؟ چون مثل چراغ همون بالا روشنن دیگه، وقتی نگاه کنی نور دارن، مثل ماه، هلال ماه چه رفته رفته از جنس ماه هم است روشناییشون، مثل ماه روشنایی دارن، چراغ دارن، آشکارن. اگه چراغ نبود پس منظورش خود چراغ نیست، اینجا استعاره است، تمثیلیه.
بله، یک اشیا میدونی چه، یک اجرام نورانی هن. یعنی یک مثل ماشین نیست که ملک به اون سوار میشه و کارش انجام، مثال زدم ماشین، ولی نورانی روشنه، یعنی با همون اسباب آسمان. آره ولی نه، ولی داره از واژه چراغ استفاده میکنه، یعنی واژه‌ای که داره استفاده میکنه تو عربی هم همون چراغ دیگه، یعنی همون چراغ، چراغ، نه اینکه، یعنی داره به طور استعاری به جای اینکه به ستاره داره میگه چراغ، استعاره است اینجا. بله، یکاد و زید میگه که المصباح و فی زجاجت از زجاجت و که انها کوکبون دوری، مصباح میگه همون چراغ، یعنی چیزی که روشنه، فروزانه، و لذا در قرآن میگه اذا النجوم کدرت، همین چراغ یه روزی کدرت میشه، یعنی خاموش میشه. بس اینها، پس قرآن از استعاره استفاده. آخه من خیلی از کسایی که اینجا میان و شیعه نیستن معمولا بعضی موقع میگن که قرآن از استعاره اینا استفاده نمیکنه، و دقیقاً قرآن دقیقاً همون چیزیه که دارید میخونید، ولی شما پس اینو باور ندارید. اینو میگه چراغ، منظورش چراغ نیست، چرا دیگه میگم چراغ دیگه، مثل یعنی چراغی است روشن، منتها جرمم داره دیگه. مثلا ببین، نه من جمله رو کامل کنم، منظورم اینه که چراغ روشنی است، درون یک قابیه، درون یک ظرفیه، چراغ ولی روشنه، روشنایی داره. اینطوری باید خودش چراغه یا مثل چراغه دیگه. آیه گفته دیگه، میفرماید که و لقد زینا السماء الدنیا بمصابی، یعنی من اینها را به چراغ، آسمان رو به چراغهای زینت دادم. ببین الان شما یه لامپ داری خونه، روشن، اون چراغ داره، روشنایی داره، اما در یک قالبی، در یک قابی صورت که مثل لامپه، لامپ باید باشه که اون چراغ درونش باشه. روشن باشه. آخه من چراغ، آخه ببینید چراغ، آخه بس این ستاره ها واقعا چراغن یا مثل چراغن؟ اینو به من بگید. الان شما چندین بار گفتین مثل، نه من جمله‌مو اصلاح کردم دیگه، نه خود چراغن، یعنی روشنایی داره، فروغان، فروزان دیگه، چیزی نیست که مثلا استعاره به کار بگیریم، چراغ هستم، مصابی. اوکی، آخه چراغ رو ما به هر چیزی که فروزان باشه نمیگیم چراغ، ما اگه به یه چیزی که فروزان نمیگیم چراغ، بخاطر اینکه شبیه چراغه، نه که خود چراغه. چراغ یه چیزیه که، چراغ با یه چیز باشه، هر چیزی که نور میداره که بشه میگم چراغ، چون چیزی که نور میده شبیه چراغه، به طور استعاری بهش میگیم، میشه گفت چراغ. اینجا پس قرآن استعاره داره، چون من میدونم شما نوع نگرشتون به قرآن اینه که همه چی دقیقاً همون چیزه که هست و استعاره اینو نداره، برام عجیبه که اینجا چرا به ستاره ها داره میگه، خود چراغ رو داره میگه، نمیگه مثل چراغ هست. حالا بگیم اینو، اگه داره به ستاره ها اشاره میکنه، پس شما شهاب سنگا رو و ستاره ها رو یک چیز میبینید، یعنی اون توصیف شما هم این بود که بعضی ستاره ها مثل کشتی تو آسمون حرکت میکنن، بعضیشون هم مثلا اینجوری یه دفعه سقوط میکنن به طرف زمین و اینا. اینا ماهیت اینا رو یک چیز میبینین، چون که فکر کنم میدونین از از علمی که به نظر میرسه شما باش مخالف هستید، شهاب سنگا خیلی با ستاره ها فرق دارن. ولی شما نظرتون ببین، من نظرم اینه که کارآمدی ستارگان در یک باب نیست. ببین ملک ها میگه مقسمات امر، امور رو تقسیم کردن. همین ملک ها مثلا میخوان جان رو بگیرن، یا مثلا میخوان جای عذاب نازل بکنن، یا به امر الله، یا مثلا تیری رو بر جنی میخوان بزنن. یعنی از این اسبابی که تو آسمان همین چراغ ها، از همینا باید استفاده کنن. حالا کارآمدیشون هم فرق داره، چون در قرآن اومده دیگه، مثلا یک سری ستارگان میگه که آفرد اینجا، یعنی منظورتون اینه که اون موقع که دارن تیر میزنن، خب ملکا دارن الان تیر میزنن به یه جن، صدا تو رفت. آره نوید یه لحظه صدا رفت، یه بار دیگه تکرار کن. اوکی، فکر کنم صداش برای من هست، برای من نیست. اوکی، فکر کنم نوید داشت میپرسید که وقتی که این فرشته ها، صدای من هست؟ صدای من هست؟ آره صدای شما هست آقای آرمی. اوکی، خیلی خوب. فکر کنم نوید داشت قبل از اینکه صداش قطع بشه، داشت میگفتش که سوال من هم همین بود، که این ماهیت این ستاره هایی که داره به طرف اجن پرد میشه، مثل یکی از اون ستاره هایی هست که تو آسمون هست، یعنی یک مثل اونه. بله ببینید، اینها
کارآمدیشو زیاد، یه عده نگهبانی میدن، یه عده میزنن، یه عده وحی میکنن، یه عده جام میگیرن، یعنی اسباب سماواتن، از طریق اینها کارها رو ملک ها انجام میدن، چراغهای روشنی هستن که ملک ها مثل گفتن من الان مثلا از اینجا میخوام برم مثلا کرج، ماشین رو باید سواشم، ملک وقتی میخواد کاری رو در زمین انجام بده به وسیله ستارگان انجام، چرا مثلا ستارگان دور زمین میچرخن؟ برای فقط صرفا بخوانی که کلا به ما مرتبطن. یک چیز جالبم براتون بگم، نیمکره جنوبی، جنوب زمین ساکنین زیاد نیستن چون اکثرا اقیانوس هستن، نیمکره شمالی ساکنین زیاد اگه نقشه رو نگاه کنید، و جالب ستارگانی که اگه تحقیق کنید در نیمکره شمالی زمین زیادن، در نیمکره جنوبی چون آدم ها کمن ستارگان هم کمن، یعنی نشان میده که ما سنخیت عجیبی، رابطه عجیبی بین اینها داریم. و قرآن هم اتفاقا همین اسرار رو میخواد فاش کنه که میگه زیناها للناظرین، سعی کن یعنی نگاه کنید به ستارگان. حتی چیزم میگفت که اون حافظ کی بود، بعضی جای شما میگی ستاره ها تو بعضی جای کره زمین کمن بخاطر اینکه جمعیتش کمه. در نیم کره جنوبی زمین ببین ستارگان از شمال، اون ستاره قطبی هست، از شمال چیز نقطه شمالی زمین چیدمان شده تا نطفه جنوبی زمین، اما قسمت هایی که شمالی ستارگان تعدادشون زیاده، یعنی پر همیشه اون قسمت ها وقتی در جای صاف قرار بگیری، اما شما مثلا بری سمت استرالیا یه کمی پایین تر از اون وقتی وایسی آسمون رو نگاه کنی ستاره های اون قسمت کمتره، یعنی دیدش هم کمتره و تعدادش هم کمتره چون اونجا جمعیت کمتره. این رو حتما یه تحقیق هم بکنید، نکته جالبی هم خواهد. ستاره کجان به نظر شما؟ یعنی شما فکر کنید که فاصله مثلا ستاره با کره زمین چقدر فرق داره؟ مثلا تو اینا تو آسمون کره زمین هم این ستاره ها؟ بله اینا آسمان که هفته هست، میگه زین السماء الدنیا در سوره فصلت فکر کنم، میگه من آسمان دنیا رو به ستارگان چون به ما مرتبط هستن، ولذا اینها به ما مرتبط و زیادم بزرگم نیستن، یعنی خورشید و ماه ستاره مثل زمین مثلا بیاد بزرگ باشه همچین چیزی نیست، مثلا خورشید شاید به اندازه یه استان باشه، شاید هم کمتر اصلا اون اندازش نه، ولی میدونم که به عنوان یک چراغ آسمانی است که برای روشنایی طراحی شده، ولی زمین چیزی است که در خلقتش با آسمان ها و زمین بیان شده، یعنی زمین انقدر بزرگه که میگه سبع سماوات و من الارض مثلهن، آخر تحریم یا طلاقه که میفرماید زمینم مثل آسمان هاست، یعنی اون قد قوارش رو داره میگه، یا مثلا در فصله میگه زمین رو در دو روز، آسمان هم در دو روز، یعنی معلوم میشه که زمین یه چیز بزرگتری است. اما خورشید که در آسمان، یعنی کره زمین از خورشید بزرگتره شما میگید؟ دقیقا همینه، چون خورشید میگه چراغ دیگه، برای روشنایی از بین بودن تاریکی شب و روشنایی آمده، چراغ که نمیتونه از خود خانه بزرگتر باشه، که چراغ باید مناسب باشه که اون روشنایی رو به خانه ببخشه، ولذا جعلنا سراجا و هاجا میگه من اون چراغیست بر بالای سقف آسمان، سقف دنیای شما گذاشتم که با اون روشنایی بیاد، دیگه قرار نیست که این رو بیاد 10 برابر زمین خلق کنه، این یه چیز بدیهی است، بایستی اندازش مناسب باشه. بعد ستاره ها چی؟ ستاره ها از کره زمین بزرگترن یا کوچکترن؟ خود ستاره ها هم کوچکترن. در قرآن اومده سوره انعامه که میگه وقتی ابراهیم اول ستارگان رو دید، جن علیه اللیل را کوکب، اول ستاره دید گفت اینا خدای من، حتما اینا منو خلق کردن، وقتی دید افول میکنن گفت بابا اینا به درد من نمیخوره ول کن، بعد ماه رو دید گفت نکنه این خدای منه، بعد که وقتی دید اونم افول کرد غروب کرد گفت اصلا من اینجور چیزا رو دوست ندارم، خدایی که غروب کنه بره بعدم بیاد این رو نمیخوام، بعد خورشید رو نگاه کرد گفت هازا اکبر، این خورشید از همهشون بزرگتره، این خدای من باشد، بعد وقتی اونم غروب کرد گفت اینی وجهت وجهی، من تمام قلبم رو متوجه کسی میکنم که اینها رو خلق کرده، تسلیم اون خالق اینها خواهم شد، چون اینا از بین رفتن، اینا خاموش شده، خاموش میشن دوباره میان خاموش میشن، اینا به درد من نمیخورن، لذا اونجا نشان میده که میگه اکبر، یعنی خورشید از همهشو بزرگتره، بعد در مرحله بعدی ماه بزرگ، بعد از خورشید یعنی نسبتا کوچیکتره و ستارگان از همه اینا کوچیکترن. بعد فاصله خورشید از کره زمین بیشتره یا فاصله ستاره ها از کره زمین؟
این رو نمیدانم من، ولی در قرآن هست که میگه جعلنا الشمس بینهن، در بین آسمان ها قرار دادم برای روشنای آسمان ها و اینها. یه البته یه عبارتی که مثلا انگار مثلا خورشید و ماه برای طبقات دیگه هم استفاده میشه، یعنی گفته و جعلنا القمر فیهن، در بین آسمان ها نوری قرار دادم، اما ستارگان رو میگه برای آسمان دنیا. اگر از این عبارت استفاده کنیم احتمال زیاد یعنی با همین آیات ستارگان به ما نزدیک تره. یعنی هفت آسمان بفهم نه یه نکته بزنم. الان شما میگید اگر این اطلاعات با اطلاعاتی که توی علم هست تناقض داشته باشه شما علم رو نمیپذیرید دیگه، میگید این اطلاعات درسته. برای من ثابت شده ناسا خیلی علوم خیلی زیادتری دارد از آسمان ها و ستارگان، ولی قطعا این رو مطمئنم که خائنی، یعنی به مردم دوران ها این رو نخواهد، چون قدرت اون موقع قدرتش از بین میره و مردمم بسیار چیزها میفهمن. باش، یعنی شما الان میتونید به ما هم نشون بدیم همین توی این بس که فقط اینجا به ما نشون بدن که چطوری به این نتیجه رسیدن که این اطلاعاتی که تو قرآن هست درسته و اطلاعات که توی علم هست غلطه؟ یعنی اینو چجوری متوجه شدن یا اینکه نه؟ بریم، ولی من دوست دارم برگردیم به الان چون صدات خوبه نوید میخوام بریم به اون بحثی که تو میخوای بکنی، ولی بعد اگه اجازه بدین من چون خیلی کنجکاوم که ببینم آسمان ها و ستاره و اینا چجوری کار میکنن. این خب بپرس، نه خوبه اتفاقا تو اطلاعات تو بپرس بعد کامل میشه دیگه. اطلاعاتی که فقط دینجا میدن نسبت به قرآن نسبت به این ستاره ها کامل میشه، بعد ما حالا شروع میکنیم که ببینیم این اطلاعات. آخه میترسم دیگه اون موقع اینترنت تو جواب نده. الان اینترنت خوبه فقط دیگه. تو میتونی به ما نشون بدی که چطوری چیزی رو که علم داره میگه، حالا ناسا رو کاری ندارم، ناسا یه بخشی از این علمه، ولی خب فقط ناسا نیست، سازمان‌های فضایی دیگه هم هستن، مثلا روسیه، چین، اروپا و اصلا دانشمندان همشون که تو ناسا مشغول نیستن که. چیزی رو که در مجموع علم داره به ما میگه تناقضات بسیار بزرگی با این اطلاعاتی که شما دارید به ما میدید داره. شما رو چجوری متوجه شدید که اون غلطه و این اطلاعات درسته؟ ببینید اولا اتفاقاتی که در مسیر هدایت من افتاد، ماندم چه یوسف گفت ستاره‌ای بر من سجده کرد و گفت این رو نگو، بعد اطلاعاتی که در این مسیر برای من اتفاقاتی که افتاد، نور ابراهیم ملکوت سماوات، خودم رو دارم میگم، جای دیگه اصلا جای دوری هم نمیرم، با صداقت هم حرف میزنم. اولین نگاه من، تحولات زندگی من از کفر میخواستم به اسلام دوباره برگردم، اولین نگاه من به آسمان ها خیره شد. حتی من خونه آپارتمانی میشستم، مثلا یک اتفاقاتی افتاد، چند روز مونده به هدایتم اصلا خونم خود به خود عوض کردم، گفتم یه خونه ویلایی میگیرم با اینکه کل شهر آپارتمانیه، اومدم ویلایی گرفتم، بعد حیات نشستم و یه اتفاقاتی برای خودم افتاد. و وقتی که خیره شدم به آسمان ها، حرکات ستارگان که دور زمین میچرخیدن، یک نگاه قلبی برای من گشوده شد. من وقتی اینها رو بالا پایین کردم، اون تیری که داشتم تو آسمان میزدن، اون ستارگان علی‌خصوص مثل قایق حرکت میکردن، میرفتن جابجا میشدن، خب من اومدم دیدم تو کتابا اینا همه مخفی شده. بعد که آمدم و یه مقدار عمیق‌تر شدم و تدبرم رو زیاد کردم، دیدم که بله، یک نیروی در این جهان هست که میخواد اصلا برای ما مخفی بمانه. میگه یک کهکشانی هست، نمیدونم هزاران کهکشان داخلش یه سیاره. ببین فقط اینه، یه موقع هست این چیز شهود شخصی شما، احتمالا اینو به ما نمیتونید منتقل کنید، ما هم باید به اون شهوده برسیم که نتیجه شما رو بگیم. غیر از شهود شخصی آیا شواهدی هم هست که بتونید به ما توضیح بدید، حتی تو اون شهود شخصیتون، که به ما توضیح بدید من به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این نتیجه رسیدم که این اطلاعات علمی غلطه و اون اطلاعات قرآن است که درسته؟ یعنی یه شواهد، مثلا بگید دیدم که اینطوری شد، دیدم که اونطوری شد، مثلا یه همچی چیز. یه نمونه براتون بگم شاید کمک کنه. مثلا ماه رو نگاه میکردم، از قدیم گفته ناسا که ماه نورش رو از خورشید میگیره. من اومدم اولا دیدم قرآن گفته شمس ضیاء و القمر نورا، شمس ضیاء روشنایش رو ضیاء معنی میکنه، قمر رو نور معرفی میکنه، این دوتا رو مادهشون عوض کرده. در چند جای قرآن هم اینطوری اصلا
شبیه به هم نمیاره. بعد اومدم دیدم همین از قرآن که بیرون رفتم یک بار ذهنم رو الله باز کرد، گفت نگاه کن هر موقع ماه به خورشید نزدیک مثل اول رمضان اصلا روشنایی نداره، هر چقدر که فاصله میگیره خورشید غرب میمونه و ماه غرب شرق میمونه، دقیقا نورش کامل، هر چقدر از خورشید فاصله میگیره نقطه مقابل قرار میگیره نورش بیشتر میشه. یعنی من متوجه شدم اینها این که میگن خورشید ماه نورش رو از خورشید میگیره، من دیدم نه بابا هر چی به خورشید نزدیک میشه نورش کمتره، هر چقدر که فاصله میگیره نورش بیشتر. و اومدم قرآن نگاه کردم گفت که الشمس ضیاء و القمر نورا، روشنایش هم کلماتش عوض میگه، شمس ضیاء ولی قمر نوره، ماه نوره. این یعنی این علامت های قرآنی و شواهد بیرونی باعث شد که من به اینا شک کنم. یعنی شما دارید به ما میگید که با یک مشاهده شخصی از ماه، این با یک مشاهده چشمتون از ماه و این که دیدید که مثلا اول رمضان، البته من نمیدونم، اول رمضان ماه به خورشید نزدیکتره، بعد مثلا هر چی دورتر میشه مثلا بعد آخر رمضان هم باز به خورشید نزدیکتر میشه دیگه، منظور میتونه به خاطر همینه مثلا باز نورش کم میشه دیگه. حالا با یه مشاهده شخصی و اون حالا تو علم برای این یه توضیحی داره، میگه ماه داره دور محور خودش، دور زمین و با زمین دور خورشید میچرخه، به خاطر این حرکت وضعی منظور شما از نورش کم میشه اینه که این کمانه کوچک و کوچکتر میشه دیگه، منظورتون اینه. این یه توضیح میده، به خاطر این حرکت وضعی مثلا اینجوری میشه، شما اینقدر از ماه رو میبینید، بعد این توی حرکت وضعی توی موقعیتی قرار میگیره که شما اینقدر میبینید اینقدر میبینید اینقدر میبینید. شما میگید این توضیح کافی نیست، ولی این که فخرالدین، آقای فخرالدین دیده که این کمونه کوچیک میشه این کمونه بزرگ میشه، این کافیه، این توضیح علمی که حالا شما، یعنی شما میگید ماه یه چیز ثابته یا اینکه میچرخه یا تمام اشیاء آسمانی، ستارگان، ماه و خورشید همه بر دور زمین میچرخن. این که میگن زمین به دور خورشید میچرخه، این هم یکی از ضعف‌های ناساست. دلیلم دارم واسه یک، اولا قرآن میگه تجری، خورشید جاری، حرکت میکنه. ثانیا من حالا ماه رو چجوری منم بیرون از قرآن نگاه کنم؟ حالا میرم خورشید، یک ستاره تو آسمان هست به نام ستاره قطبی، اون یک چند تا ستاره هستن شکل علامت و سوالی یا ملاقه است، نزدیکی اونه. یک ستاره، تمام ستارگان در 24 ساعت از جایگاهشون حرکت میکنن و تغییر میدن جاشون رو، یعنی الان 8 اینجان، 12 بیای ببینی ستاره یه جای دیگه هستن. اما جالبه این ستاره هر زمان شما بیایید همون سر جاش ایستاده. حالا اینو الله چرا ثابت گذاشته؟ که من وقتی قرار با زمین برم دور خورشید اونور بچرخم، خب باید از این ستاره فاصله بگیرم، این ستاره بیفته اینور خورشید، من بیفتم اونور خورشید، جایگاه ما عوض بشه. اما جالبه نه ستاره حرکت میکنه نه زمین، یعنی زمین ثابته. حتی مثل ماهواره رو نگاه کنید، اگه قرار زمین حرکت کنه یه ذره دیش کم و زیاد بشه اصلا از مدار خارج میشه، یعنی زمین ثابتی که ماهواره رو ما تنظیم میکنیم و اون ستاره از همهشون مهمتره. ستاره قطبی رو باید بپرسیم چرا من وقتی حرکت میکنم با زمین برم اونور خورشید، این ستاره باز با منه، با همراه من اومده، اصلا تکانم نمیخوره از جاش. بس معلوم میشه که ستارگان حرکت میکنن، خورشید و ماه و شمس و القمر تجری، خورشید و ماه هم که به دور زمین میچرخن و این ناساست که اینها رو به ما باز بالعکس گفته. بعد هدف ناسا چی بوده؟ هدف ناسا هم فکر کنم به خاطر اینه که ما رو گمراه بکنه، با قرآن آشنا نشیم. ببینید ما یک کتاب جهان شمول داریم، یک کتاب صامت داریم که قرآن است دست ما. قرآن جهان شمول که میگه و تور و کتاب مسو فی رق، کتابم الف لام نمیگه، اون کتابی که فی رق مسو بالا سرتون باز گشوده شده هست. ببینید وقتی من نگاه میکنم میبینم اساس زندگی من، مراوده های من و اساس دوست مؤمنی اون بالا در این جایگاه ها قرار گرفته ان، قطعا یک ارتباط قوی بین آسمان و زمین برقرار میشه. شیطان سعی کرده بعد از رفتن نبی
این ارتباط رو تا میتونه عقیم کنه. یعنی مسلمان ها و مردم ها فکر کنن دیگه ارتباط ما با جهان های دیگر قطع شده تا بتونن خودشون بهره برداری کنن. چطور هاوکینگ تحت هر شرایطی فریاد میزه که مردم ستاره ها رو نگاه کنید، مردم ستاره ها رو نگاه کنید. هاوکینگ همیشه این رو میگفت، چون این قرآن گفت و زینا حال، حتما ستاره ها رو نگاه کنید. منم دارم میگم، اونم در حالت که پاکیزه باید باشیم، یعنی وضو داشته باشیم، نماز بخونیم، زکات بدیم و ستارگان رو نگاه کنیم. پس هدف ناسا چیه؟ هدف ناسا از این که بیاد به ما این دروغ ها رو بگه اینه که ما رو که مسلمان ها از آسمان جداشن و این قدرت آسمان رو برای خودش برداره؟ نمیتونه قدرت رو تا اندازه که الله بخواد میتونن استفاده کنن، ولی شیاطین سوال من میتونی جواب بدیم، هدف ناسا از گمراه کردن ما درباره آسمان ها چیست؟ هدفش اینه که ما ارتباطمون از آسمان قطع بشه، ایمانها ضعیف بشه و یکم شیاطینی که در آمریکا بر اون حکومتداران بر یک سری منطقه تسلط دارن، اون شیاطین بتونن راحت بهره برداری کنن و ما رحمت رو از دست بدیم. اون رحمتی که از آسمان میاد اونها از ما میروباین، یعنی اونها مینوشن اون رحمت رو، رحمتی که سهم ماست، اصلا به اونها سهمی هم نرسید، اونها فقط در گمراهی و غفلت ما میتونن اون رحمت ها رو بردارن. وقتی که من ستاره ها رو نگاه نکنم، وقتی که بعد از نماز صبح پشت بام قرار نگیرم و نگاه نکنم، اونو شیاطین میبرن دیگه. و منم که صبح باید خودکشی کنم یا دعوا کنم یا دزدی کنم و کلاهبرداری کنم، یعنی اون رحمت رو از من میروباین، یک باخت بزرگ اتفاق میفته. ولی وقتی که من به آسمان بالا نگاهم خیره باشه، به موقع ذکرشو بگم، به موقع تماشا کنم، قطعا شیاطین ضرر خواهد. بعد شیاطین ناسا رو چجوری کنترل میکنه؟ ببخشید من صدام قطع شد. ناسا مثلا کنترل شیاطین ناسا رو چجوری کنترل میکنن؟ ببینید منظورم اینه که یعنی اون روشمندی اونا مثلا قطعا اون حرکاتی که تو آسمان هاست خودشون تا یه جوی حرکت میکنن، میرن رصد میکنن، یک چیزای متوجه میشن، یک احوالاتی از اونجا میاد. دانشمندایم که در اطراف خودشون به انحصار خودشون در آوردن، از همونا بهره برداری میکنن. من این ایمان رو دارم اون شاید همین تکنولوژی که دست یک چند نفری افتاده، دارن مثلا اینترنت ها و خیلی از مسائل رو پیش میبرن به خاطر همین تسلطشونه. اگه برفرض علمی مقدار بیشتر، علم ما بیشتر میشد، شاید این اتفاقات نمیفته که امروز یه عده خاصی اینها رو به دست گرفتن و جهان رو مدیریت میکنن. میدونم، ولی میخوام ببینم مثلا که دانشمندای توی ناسا میدونن که دارن برای شیاطین کار میکنن یا نمیدونن، اینو نظر شما چیه؟ نه، شیاطین الانس و الجن ما داریم، تنها شیاطین جنی که نداریم. در زمین از همین آدمها کسانی هستن که شیاطین هستن و برای شیطان خدمت سرباز اون هستن. قطعا اونها نخواهن گذاشت رو بفهمن. میدونن، یعنی خب میدونن، ولی دانشمندای تو ناسا میدونن که دارن برای شیطان کار میکنن و هدفشون گمراهی مردمه، یعنی که مثلا فکر میکنن داره به مردم خدمت میکنن ولی گمراهن خودشون. نه، وقتی که ساده ترین مسائل آسمان رو به ما دروغ میگن و خیلی از مسائل رو مخفی میکنن، قطعا خیرخواه ما نیستن دیگه. بعد میدونن که در خدمت شیطان هستن، اینو میدونن. کسی که کج میره خود به خود سرباز اهریمن میشه دیگه، میدونن قطعا. یعنی دانشمندان توی ناسا توی آمریکا مثلا میدونه که الان داره برای ابلیس کار میکنه، به ابلیس اعتقاد داره و میدونه که داره برای ابلیس خدمت میکنه. ببین، در یک محدوده مثلا فرعون پادشاه سربازانی داشت، فرعون یک مثل ابلیس یک لشکری رو تشکیل داده بود، اما از درونش مسلمان هم وجود داشت که در داستان موسی رجل مؤمنون یک مردی بلند شد ایمان داشت، یا رجلان یخافون در سوره مائده دو تا مردی که قیام کردن گفتن مردم از الله بترسید. در درونشون نمیگیم که همه اینطورین، یک عده هستن به عنوان یک درون اونا قرار میگیرن. حالا نه همشون میگه اونهایشون که بدن، خب مثلا دانشمندان ناسا مثلا میدونن که شیطانی وجود دارد و قرآن درسته و اینا صبح که خواب از خواب پا میشن میرن سر کار، میدونن که دارن برای شیطان خدمت میکنن و برای گمراهی مردم از اینکه واقعیت های قرآن رو متوجه نشن، اینا رو میدونن. بعضیاشون ندارن.
دقیقا کتمان کاری که کردن ستارگانی که علمش رو نمی اگر گفتن شما بیاد بگید گفتن، اگر نگفتن که خب قطعا مخالف قرآن اندی. شما بر اساس قرآن میتونید متوجه بشید اینا نیروهای مثبتن یا منفی هستن. میدونم که مخالف قرآن، ولی بس به شیطان اعتقاد دارن اینا، این دانشمندای تو نسا به قرآن میگن، میدونن که قرآن بر حق است و شیطان هم وجود دارد و من دارم اعتقاد کردن که به شیطان. نه اینو بگم، یه موقع هست اطلاعاتشو وقتی زیاد میشه، آگاهیشو زیاد میشه، یا میتونن خودشون از اون منجلاب بکشن بیرون، بگن آقا این حقیقت که من تو آسمان ها میبینم ایمان میارم. بعضی از انسان ها هستن انقدر پلیدن حقایق رو میبینن، معرضون اعراض میگه که اگه من آیت فستماوات، میگه نشانهای من تو آسمان نگاه میکنه، مثلا رفته اون ناسا اون بالا از بین آسمان زمین داره تماشا میکنه، فستماوات یمرون، حتی مرور میکنه به اون نشانه های من، میگه گذری میکنه تو آسمان ها نگاه میکنه و هم معرضون، ولی خودش زده به نفهمی، میخواد اعراض کنه و نگه اینها خالقی داشت، یعنی به اون حد میرسه. خب یه دشنه مثلا واقعا قبول دارن، ایمان هم داره، شاید مخفی میکنه اصلا تو محیط کارشون، ما نمیتونیم اینا رو تشخیص، ولی در کل ناسا تلاشش اینه که اخبار آسمانی رو به واقعیت تبدیل نکنه که انسان ها نتونن بهره مند بشن. اوکی، حالا برگردیم سر این که این آسمون ها چجوری کار میکنن. خب پس ما 7 آسمون داریم و این ستاره ها هم توی فقط یه نزدیکترین آسمون. من به یه نتیجه برسم، یعنی الان آقای فخرالدین داره میگه که تنها شواهدی که ما باید حرف آقای فخرالدین رو قبول بکنیم یکی قرآنه، یکی بررسی فخرالدین جان در آسمانه. یعنی مثلا آقای فخرالدین آسمون رو نگاه کرده، متوجه شده که اون ستاره میاد میره، متوجه شده که ماه نزدیک میشه نورش کمه، دور میشه نورش زیاده. یعنی ما یعنی تنها دلیلی که آقای فخرالدین میاره همینه دیگه، تنها دو دلیل، یکی مشاهدات شخصی خودشون و یکی آیات قرآن. درسته؟ مشاهدات شخصی من فکر کنم برای شما هم جزء مشاهدات باشه، میگم ما هر چقدر به خورشید نزدیکتر نورش کمتر میشه، هم از لحاظ اول ما هم از لحاظ آخر ما. شما دو جهت رو خودت میتونی تماشا کنی دیگه، بررسی کنی. یا اون ستاره قطبی رو میسازم، گفتم از جاش تکان نمیخوره، پس من اگه قرار برم دور خورشید بچرخم این ستاره باید برام ماه به دور زمین ماه به دور زمین میچرخه، روزی هم چند بار میچرخه و هی به خورشید دور میشه و نزدیک میشه، یعنی هر روز این اتفاق داره چندین بار میفته. من نمیدونم چجوریه که شما میگید نزدیک. اصلا خودت یه لحظه تجسم کن، ما یک چری اسیار اون بالا هستن، ستارگان، ماه و خورشید. ماه و خورشید رو گلچین کردیم، گفتیم اینا دور ما میچرخن، بعد از این برم من میخوام برم دور خورشید بچرخم. اصلا خودش این چرخش یه نگاهی بکن تو ذهنت ببین چه چرخش عجیب. ماه دور ما میچرخه ولی خورشید دور ما نمیچرخه، ما دور خورشید میچرخه. آخه چه جوریه که مثلا ما خورشید، ماه و ستارگان دور زمین میچرخن، بعد ما تو همین چرخش میریم دور ماه، دور زمین نمیچرخن. نه فخر دیگه، یه دونه ماهه که فقط دور زمین میچرخه. بس ستارگان کجا میچرخن؟ ستارگان نمیچرخن، ستارگان همین دیگه. ببین اطلاعات ما همین اندازه کمه دیگه. شما همین الان خواهش میکنم برو یه ست ستاره انتخاب کن، حالا کم نور یا پر نورشو انتخاب کن، ستاشو نگاه کن الان باشه باشه، اینی که شما کجا میبینیدش به خاطر چرخش زمینه، خب هم حرکت وضعیش هم حرکت انتقالی زمین. این که اون ستارگان انقدر دور هستن از ما، یعنی مثلا ها از منظومه ما دورترن، بلکه از کهکشان ما هم بیرونترن. خب این اطلاعاتیه که من توی مثلا دبیرستانم، توی مثلا اطلاعات عمومی و اینا خوب متوجه شدم و با عقل من هم جور در میاد. این که میگی مشاهده بنده، مشاهده بنده با اون اطلاعاتی که گرفتم میخونه که ما داره به دور خورشید میچرخه، خورشید نسبت به ما ثابته و ما کره ما هم داره، یعنی ببخشید زمین داره به دور خورشید میچرخه، خورشید نسبت به زمین ثابته، نسبت به زمین ها ثابته ولی به دور خودش هم میچرخه و ماه هم داره به دور ما میچرخه و ماه با ما به دور خورشید میچرخه. آخه من این یه لحظه این چرخشی که خودت گفتی رو یه لحظه تو کاغذ بیار ببین اصلا این چرخشه چه چرخشیست که
از این ور این اتفاق اون ور اونجوری اتفاق میفته، بعد تازه من دارم میبینم ستارگان یک چرخشی دارن دور ما دیگه، طلوع میکنن و غروب میکنن. حالا شما میگید زمین نمیچرخه، زمین آیا زمین میچرخه یا نه؟ حرکت وزنی آقا زمین داره. اصلا از داشت تکان بخوره بره دور خورشید، اون ماهواره ها رو چیکار کنیم؟ بس دیشاری که به سمتش نشانه رفتیم وقتی تکان زمین میچرخن مثل ماه. ببین ما برای چی بهشون میگیم ماهواره؟ یعنی تو آفرین سب کن بذار محکومت کنم. شما حساب کن این سرعت زمین به دور خورشید میره چقدر باید بالا باشه دیگه، چجوری ماهواره که ما ساختیم سالمی دارن حرکت میکنن؟ 30 کیلومتر در ثانیه شما در اطراف زمین ماهواره ها 30 کیلومتر در ثانیه حرکت میکنن. ماهواره ها زمین با خودش اینا رو میبره، اینرش اینرش یک گرانشی داره زمین که اینا انگاری مثل یک مثلا میله، این گرانش فرض بکنید که شبیه یک میله چسبیدن به زمین. خب این نیروی یعنی گرانش شما زمین با خودش جذب میبره دیگه در واقع. فخرالدین تالا سوار هواپیما شدی؟ بله. تو هواپیما خب اگه بپری بالا آیا میخوری ته هواپیما یه دفعه یا نه؟ یا با هواپیما میری جلو؟ همون سر جا میفته. خب همین دیگه، شما اینرشا دارید. به میگن گرانش، به میگن اینرشی. آخه اون ما داخل هواپیمایم، این جوی که شما دارید میگید یک جو واسه زمین قرار میدید، از اون ورم میگید ماه میخواد دور زمین تو اون جو بیرون دور زمین میخواد بچرخه و باز در اون جو بیرون من میخوام دور خورشید برم بچرخم. همون جو بیرون که ماه دور من میخواد بچرخه و من اون جو بیرون میخوام دور خورشید، این حرکت اصلا خودش مناسب در نمیاد، به هم میریزه کلا. حساب کن دوتا اصلا بیرون جو، مثلا ما با فضا داخل یک جویم، از اون و ماه میخواد دور من بچرخه، از این ورم من میخوام برم دور خورشید بچرخم، اصلا یک چرخش. شما با ما همزمان، زمین با ما همزمان به دور خورشید میچرخه، مشکلش اونم دوباره یک جو دوم شد دیگه. نه جو نیست، گرانش. حالا در هر صورت صحبت ما اینه که من این رو بحث ها رو گفتم دیگه، بالاخره شنونده قضاوت میکنه میگه یک ستاره قطبی از تکان نمیخوره. که تنها شواهدی که شما میارید یکی مشاهدات شخصی تونه که گفتید شما هم مشاهده کنید، و یکی قرآن. شواهد دیگه نداریم دیگه، درسته؟ شواهد که من شاید در فرض دارم. بیا من دورت بگردم، شما دور خورشید نگرد لطفا. بچه‌ها اذیت نکنید فخرالدین، من یه سوال دارم. برای اینکه مخاطب بتونه قضاوت بکنه، خب شما دارید میگی که بره از چشم خودش استفاده بکنه و به آسمان ها نگاه بکنه، درسته؟ به مخاطب شما این رو دارید پیشنهاد میکنید الان؟ این رو فقط این رو میتونم بگم، هر کسی که مسلمانه مؤمنه یا حتی در شک و شبهه است، فقط این رو میتونم بگم که بیشتر نمیخوام پیش برم، به آسمان زیاد نگاه کنید، شبها علل خصوص به آسمان زیاد نگاه کنید، هم علمتون زیاد میشه، هم اتفاقاتی که میفته در زندگیتون تأثیر گذاره، خیلی تأثیر گذاره. لذا من ستارگان رو سیاره نمیبینم، حتی اون یه چیز نوری هست میگن کهکشان راه شیری، حتی اون نور هم برای من جای بحثی که اینجا بحث نمی کنم برایش، چون من اون نور رو کهکشان نمیام، شاید رد گم کنی که من اون نور رو درک نکنم چی تو آسمانه که یک قسمتی از آسمان رو فرا گرفته. لذا فقط همین تقاضا، این تقاضام اینه که آسمان حداقل زیاد نگاه کنی و تسبیح بگید. انشالله اتفاقات مبارک برای هر کسی میتونه. ولی شما حالا یه نکته من بگم، ولی شما اذعان دارید که یک تناقضی بین علم و قرآن هست در این مورد، حداقل اینو میدونید که تناقض است. حالا این که شما میگید قرآن درسته، یه عده هم میگن علم درسته، ولش کنید، ولی در هر صورت بین علم و اون چیزی که ناسا میگه و قرآن یک تناقضی وجود داره، اینو از آن داره. تناقض رو من یک اولا از قرآن گفتم، دوما همین چرخش خورشید به دور زمین رو فکر نکنید فقط من میگم، همین دانشمندانی هم تو امریکا هستن که این رو مطرح کردن. شما اگه از لحاظ علمی بخواید با هم دیگه مشکل دارن، با هم دیگه مشکل دارن، فقط نگو خاطرتون باشه. حالا یک علمی هستش که مثلا از ما بچه‌ها خیلی مشکل دارن. دیوان یه لحظه
ایوان جان خواهش میکنم. ایوان تیک ننداز. ببین اومدیم دوستانو آره. داریم با فخرالدین صحبت میکنیم، لطفا اینجوری اذیت نکنین بچه. این چه روشه؟ من عاشق فخرالدینم. ببخش. ببین نه ایوان این روش مدیریت درست نیست. بفرما. ببین فخرالدین جان، به هر حال یه بخشی از علم که به ما بالاخره توی دبیرستان یاد دادن، توی دانشگاه یاد دادن، توی دانشگاه ها در تدریس میشه، اون بخش متداول علم، اون بخش همگیر علم، حالا ممکنه یه بخش کوچیکی هم دانشمندانی باشن که به قول شما اینه. اون بخش متداول و همگیر خب در هر صورت با قرآن تناقض داره. من نمیگم کدوم درسته ها، فعلا دارم میگم یه مخالفتی بین این بخش علم و قرآن وجود داره. این رو با من همراه هستی؟ قطعا قرآن راست گفته و اون علمی که میخواست سر ما کباب بذاره. میگید این مخالفته اینه که قرآن راست گفته، اونا اشتباه کردن. من اصلا برای چی اینجا این بحث رو مطرح کردم، این رو اشاره کنم بهش که ایمان دارم یک روزی بالاخره این حرفایی که ما گفتیم، این مخفی کاری که کردن از آسمان برای ما ناسا، و باید این کار بکنن، چون گفتم خیلی نزولات آسمان، رحمت های بیشماری از آسمان به سمت، برای اینکه این رو بروباین از ما قطعا باید مخفی کاری کنن. شما الان یک مؤثر بهتون میدم، واقعا میفهمی اونجا داخل کوه یک گنج عظیمی است، نمیای اون رو به مردم اون شهر آش، خودت بهره بندی کافی رو به قسمت کوچیکم به مردمش اون شهر عطا میکنی، ولی بهره کافی رو قطعا خودت خواهی برد. آسمان گنجه، ولی صحبت اینه که ناسا قطعا طبق اینکه ایمانم که نیست، قطعا بهره کافی رو خودش خواهد برد و بخش کوچکی رو به دانشگاه ها سرایت خواهد داد تا مردم. سوال من خیلی مختصر بوده، جوابش بله خیر نمیدانم بود که احتمالا شما میدانید، در این مورد نمیدانم ندارید. یه مخالفتی بین علم ناسا و فقط هم ناسا نیست، مثلا سازمان فضایی چین، سازمان فضایی اروپا، سازمان فضایی روسیه، و حتی علم مثلا نیوتونی، مثلا گالیلهی که مثلا یه مخالفتی بین این علم، این علوم، این آدمهای عالم، دانشمندان مثلا مثلا اکثر دانشمندان و قرآن وجود داره که شما میگید قرآن درسته. میتونیم اینو ببندیم اینجا بریم، فقط شما میگید قرآن درسته. من با این جمله میبندم، خلاصه میکنم. همین اواخر یک دانشمندی از یک کسی از همون آمریکا که بلند شد و گفت 40 سال پیش آمریکا یه اطلاعاتی داشت در مورد یک سری موجودات که به شما نگفتن. همین مخفی کاری ادامه داره و شما میخواید اون رو علم حساب کنید. تشکر میکنم. اوکی مرسی. اگه بشه برگردیم به آیه قرآن، چون من برای اینکه درکم از این آیه قرآن افزایش پیدا بکنه، میخوام ببینم که برای اینکه بدونم این ستاره ها چجوری دارن استفاده میشه ازشون برای که به اجنه حمله بشه، به شیاطین حمله بشه، من میخوام جایگاه رو متوجه شم. الان میگیم که طبق خود قرآن آسمون هفت آسمون داریم، درسته؟ هفت آسمون، درسته؟ بله درسته درسته. بعد این ستاره ها توی اون آسمانی هستن که از همه آسمان ها به زمین نزدیک تره، درسته؟ اینم درسته درسته؟ بله بله. این که خورشید و ماه تو کدوم آسمان هست مشخص نشده تو قرآن، ولی با توجه به اینکه خورشید و آسمان به بقیه آسمان ها هم نور میدن، شما حدس میزنید ولی مطمئن نیستید که توی آسمان های دورتری هستن از ستاره ها، ولی مطمئن نیستید. اینم درسته؟ بله. آیه خواندم که میگه جعل القمر فیهن نورا و الشمس ضیاء، در سوره فکر کنم نوح صفحه دیگرشه، دو تا صفحه و صفحه پشتیش هست، که میگه در آسمان ها ماه خورشید رو نور و ضیاء قرار داده، یعنی برای همه آسمان ها شامل میشه این روشنایی خورشید، ولی لذا ما متوجه میشیم که اینا یک جایگاهی دارن که شاید برای ما و همه آسمان ها باشن، چون میگه فیه نه، ضمیر فیه نه رو میاره. بعد بهشت کجاست؟ بهشت یکی از این آسمان هاست، جدا هست از این آسمان ها، یه جایگاه فیزیکی داره اصلا بهشت؟ ببینید بهشت نباید تو آسمان الان باشه، چرا که در قرآن اومده اون بهشتی که در روز قیامت من برای بهشت عطا میکنم، ارض و هست سماوات و الارض، خیلی بازه، چون باید از نسل آدم تا به الان و قبل از آدم هم بودن،
اونها رو جا بده تو این بهش، قطعا میگه از آسمان ها و زمین بزرگتر اون بهش. بس اینجا جا نمیشه، میگه ازلفت الجنت روزی که اون بهش برای مؤمنین نزدیک، یعنی بعد از اینکه آسمان ها و زمین به خورشید خاموش شد و آسمان ها رنگشون رو از دست و به انفجار درآمد و زمین با کوه ها به هم اصابت کردن، بعد از این دگرگونی ها این تقسیم بندی که صورت میگیره، اون بهش برای بهشتیان و جهنم برای جهنمیان، حتی این زمین رو اشاره میکنه که میگه الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنه. میگه بهشتیان میگن حمد و سپاس، سوره زمر آخرشه، سه آیه مونده به آخر، میگه حمد و سپاس پروردگار را که ما را وارثین زمین گرد، یعنی این زمین رو به ارث بردیم و از بهشت و باغهای آن میخواهیم بهرمند بشیم. یعنی این زمین ازل ارز و مدت از اندازهی که داره، مثل بادکنهی که باد میشه بزرگتر میشه، این زمین فراختر میشه برای زندگی بهشتیان. زمین ما وارثین زمینیم، یعنی زمین فراختر میشه؟ من نفهمیدم. میگه نه، الحمدلله الذی اورثنا الارض، بهشتی هم میگن حمد و سپاس الله رو که امروز زمین را از او به ارث بردیم، نتبوأ من الجنه، که از باغهای بهشت زمینی لذت ها را ببریم، سپاس پروردگار رو که این زمین رو به ما بخشید و زیبایی آن رو به ما عطا کرد. یعنی معلوم میشه که زمین بازتر میشه ولی بسیار بزرگتر بهش، چون از نسلهای قدیم تا به آخر دیگه همه باید زنده بشن دیگه، برای اینا خانه لازمه، جا لازمه و زمین نمیتونه جوابگوی این همه مردم باشه، ولی لذا الله زمین رو از اینی که هست بازتر میکنه و برای بهش یا میبخشین، که انشالله که همه ما جزو اهل بهش. بهش چه ربطی به زمین داره؟ من میگم یعنی میتونه یه مکان دیگری باشه که اینها این همه جمع بشن مثلا اونجا، یعنی این تعداد بالا میتونن یه مرحله فیزیک دیگر ایجاد کنن. نه ببینید، حتی جهنمیان در یک آیه هست که همسایه میگه یک دیواری بینشون میفته، سوره حدیده، یک دیواری بینشون میفته، بهشتیان به جهنمیان میگن آیا آنچه را که الله گفته بود در قلاده و زنجیرها درون آتش ها زجه میزنید، آیا گفته الله درست؟ اونا میگن بلا، و فریاد میزنن که لعنت بر شما که قبول نمیکردی این وعده الله رو. یعنی معلوم میکنه که این دوتا در یک زمین قرار میگیرن، ولی جهنم یک قسمت دیگری هستن و بهشتیان در یک دیگر. در یک فیزیک قرار میگیرن، نه در زمین. شما یه آیه بیارید که نشان بده در زمین قرار میگیرن. خب ببین آخر زمر رو نگاه کن، دو آیه مونده باقی، یا یک آیه مونده، میگه الحمدلله الذی اورثنا الارض، این بهشتیان میگن سپاس که این زمین را به ارث بردیم، به ارث ما، به ما ارث داد، نتبوأ من الجنه، حالا از این بهشت بهره های کافی خواهیم برد، لذت خواهیم برد. یعنی خود قرآن داره اشاره میکنه یعنی بهشت رو با زمین یکی در نظر میگه، میگه از این بهشت که زمین است ما بهره های کافی را خواهیم برد. یعنی منظور شما اینه، درسته؟ ببین یوم تبدل الارض غیر الارض، اولا قیامت چهره زمین کلن عوض میشه، وقتی از زمین بیرون میام دیگه نه این کوه و نه اون آسمان و نه اون خیابان و نه اون دره، هیچی نیست، خیلی توبت در الارض خیلی الارض، اصلا شبیه زمین دیگه نیست. مرحله بعدی که بهشت ما رو راه سپار میکنه از محشر، در روی همین زمینه، منتها درها باز میشه، ملک ها به استقبال بهشتیان میان و بهشتیان رو به سوی باغ ها هدایت میکن، منتها این زمین خیلی بزرگی در قیامت. ببین که مثلا قسمتی جهنم، قسمتی هم بهشتی، که بهشت هم میگه که به قول ما چهار تاست، تازه دو تا برای اصحاب یمینه، دو تا هم برای مقربین که اونایی که بسیار الله رو دوست داشتن و جانفشانی میکردن، لحظه آرام و قرار نداشتن، اونها جایگاهشون در یک سری بهشتهای زیباست، که حتی میگه من این رو بگم چون بحث بهشتم شد، برای قرآنم خیلی جالبه، ما میرفتیم ترکیه یه موقع، این بارها مشروب میفروختن، این شیشه‌های من مشروب خیلی تماشا میکردم، اون موقع اعتقاد نداشتم، خیلی دیگه شکیل باشه یه دونه مثلا یه چیزی داخلش مینداختن تماشا میکردم، یا مثلا خودم میخریدم، مثلا اون داخلش اون شکل فیزیکی شیشه برام خیلی جالب بود، مثلا شامپاین درشو باز میکرد، این اتفاقات میافتاد. اما جالبه در سوره متففین یه چیزی میگه خیلی عجیبه، چیزی که زمان محمد گفته شده و هنوزم ساخته نشده واسه شراب، من این رو براتون بگم خیلی جالب میشه، میگه که ختامه مسک
و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. میگه شرابهایی رو از بهشتیان ساقی شرابشون اول میگه خودم هستم. این رو باید انسان درک کنه ساقی شراب الله باشه چی میشه. و میگه ختامه مسک، در اون شراب از مشکه. دقت کن تا حالا هیچ شراب سازی به فکرش هم نرسیده، در شراب رو که باز میکنی عطرش همه جا رو میگیره. چه هنرنمایی کرده درون قرآن که هنوز شراب سازا بهترین شکلها رو میخوام به شرابشون بدن، هنوز به ذهن کسی نرسید من در شراب رو باز کنم یه عطری ازش بیرون بیاد، عطرش تمام اون جو رو فرا بگیره. ولی در قرآن میگه ختامه مشک، اونم چه چیزی هست؟ از مشک که بهترین عطر جهان و گرانترین عطر جهانی که میگه در پذیرایی بهشتیان وقتی درش باز میشه اون عطر مشک همه جا رو فرا. این عبارت تو قرآن برای من خیلی جالب بود که میگفتم من هنوزم ندیدم همچین کارخونه شرابسازی که همچین هنرنمایی کنه. یک شیشه های عجیب، قواریر بلورین عجیبن، منفذتن از نقرفام اون جام های شراب، ولی اون درش برای من خیلی جالب بود که در قرآن میگفت ختام و مسک و فیزال که فلیتنافذ. میگه بس بگیرید دیگه، دیگه سخنی بهتر از این که من برای شما بهترین جایگاه رو خلق کردم و بهترین پذیرایی. میگه ساقی الان شراب میخوری توش مواد میریزن قرص میزن خیلی هم میمیرن، اما میگه ساقی شراب تو اگر صبوری کنی خودم هستم. سقاهم ربهم شرابا طهورا. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه این زندگی برای در نهایت همین شرابی که مستون کنه اونجا هم میخوام به اون بدن. اینجا که شراب میدن میگن نه رومه، ولی نه دیگه ایوان اون شراب دیگه مسموم نمی کنه دیگه، معلومه که نمی کنه. اون شراب اصلا خدا، آره اون شراب و ساقی خدا بود. آره البته این نکته هم داره، از نظر اقتصادی به صرفه نیست شما شرابی تولید بکنید که درش از مشک باشه، چون برای خدا این توانایی قابلیت وجود داره که از نظر اقتصادی ایشون محدودیت ندارن. خب معلومه ایشون میتونن اینو تولید بکنن و شراب‌سازی ها نمیتونن یه همچین چیزی تولید بکنن. خیلی گرون تمام شده. از عطرهای مناسبتر هم میتونستن استفاده، در هر صورت به ذهنشون نرسید. ولی قرآن زمان محمد که خب قطعا این شیشه و این ظرفها اینا نبوده، ولی چجوری اصلا به اون نوع ساختن شراب بادر بود؟ شراب اگر درش به عطر آغشته باشه اصلا عذیت میکنه، یعنی شرابی که بوی عطر نه دیگه میگم درش بسته باشه، موقعی که باز میکنی اون دریچه عطرم باز بشه که پخش بشه. اینم میشد این کارو بکنیم دیگه. ولی قرآن میگه این عطر در وقتی در بسته این عطر اون توی در مجاورت شراب قرار داره دیگه. بابا هزار تا راه بلدی میتونستیم برای اون مخزن عطر دیگه. حالا بریم بحث کنیم، برین با هم. شما اگه خواستین شراب فروشی را بندازید برین اینو با هم یه جای دیگه بحث کنید. اگه میخواین بزنید من الان خودم هم خوردم قشنگ حسشو دارم. اوکی باشه بعدن من سوالم این بود. خب ما الان هفت آسمون داریم، این اجنه که دارن میرن یک رازهایی رو گوش بکنن که بیارن برای بعضی از انسانها بگن یا خودشون استفاده کنن، این رازها کجا تو کدوم آسمونه؟ من فکر کردم مثلا این رازهای بهشته، رازهای بهشت بود یا رازهای یه جای دیگه ایه؟ فکر کردم اجنه دارن. نه اینها شما قبلا اشاره کرده بودید رازهای بهشت نیست، اینها ملأ الاعلا در قرآن میگه اون آسمان ملأ الاعلا جمعیتی اون بالا تشریف دارن که ذکر و تسبیح میگن و کارهای الله رو انجام میدن، اخباری از اونها رو گفتگوهای اونها رو میروباین در واقع به زمین میخوان، یعنی اونها در آسمان مثلا اخباری هست که مثلا فلان یه اتفاق میفته اینا میروباین که بیارن اون رو در زمین قرار. مثلا امسال رئیس جمهور آمریکا مثلا عوض میشه کسی دیگه میشه، مثلا رئیس جمهور میمیره کسی دیگه میاد سر جاش، این رو خبر دارن ملکا و لذا جنیان هم وقتی میروباین که بیان بگن این اتفاقات اونا رو میزنن که در زمین کسی سوء استفاده نکنه از این اخبار. این تو یکی از خب پس این اطلاعات تو یکی از آسمون هاست دیگه، درسته؟ یکی از آسمون هایی که از زمین دورتره. همین آسمون بالا سر ما اینجا اتفاق میفته که ستارگان میزنن اینها رو. آها تو همون آسمون یکه، تو آسمون یک رو بگیم نزدیکترین آسمون به ما، آسمون هفت رو بگیم دورترین آسمون از ما. اوکی؟ آره آسمان یکم، آسمان یکم. اوکی، یعنی تو من این فرشته ها که مثلا میدونن که رئیس جمهور بعدی آمریکا قراره ترامپ باشه یا بایدن، توی آسمان یک این فرشته ها دارن این بحث رو میکنن و اجنه دارن سم... ها یعنی اجنه حتی به آسمان یک هم دسترسی ندارن، تا
دارن سعی میکنن برن آسمان یک، برن این اطلاعات رو بردارن و بعد بیان روی زمین استفاده بکنن. ولی الان دیگه اجازهشو، قبلا اجازهشو داشتن، قبل از اینکه اسلام بیاد مثلا که اجازهشو داشتن، الان دیگه اجازهشو ندارن، با ستاره میخوره تو سرشون. درسته؟ بله. میگه اونها رو ما از آسمان دفعشون میکنیم، نمیذاریم که، میگه ما انتم به معجزه شما نمیتونید ما را ناتوان سازید و غلبه کنید به خلقت ما و بخواید اخبار رو از خودتون بدوزید یا کارهایی انجام. هر چی از زیر نظر الله بایستی پیش بره. من تصورم، من فکر کردم این چیز دیگه بود. من فکر کردم این هفت آسمان، مثلا ما اول زمین رو داریم، بعد هفت آسمان رو داریم، بعد بهشت رو داریم و این اسرار توی بهشتن، بعد این جنگی از اینا از زمین این هفت آسمان رو طی کردن نزدیک بهش شدن، بعد این ستارهایی که داریم میبینیم داره به طرف شیاطین پرد میشه، مثلا یه قسمت نهایی، یعنی از اونجا سقوط کردن دارن به زمین نزدیک میشن و این مثلا مرحله آخر این سقوطشونه که داریم میبینیم یه جنگی تو آسمونه. ولی نه، شما میگی اصلا به 2 و 3 و 4 و 5 و 6 هم اصلا نرسیده، حتی هم تو یکش اینا موندن که چه بخواد برسه. انا لمسنا السما فوجدناها. میگه ما به السما الف لام داریم، میگه ما به این آسمان رسیدیم، کنا مقاعد للسم، یه جایگاه‌هایی هم بود برای نشستن، در نشیمنگاه‌های خود نشستیم که بتوانیم از این آسمان خبرهایی رو بگیریم. دیگه وقتی که یک بار رفتیم بالا دیدیم که نگهبانان زیادی گماشته شده و از اون بهره برداری ما یا شنیدن اخبار کلا ما رو دیگه دارن دفع میکنن و این اجازه رو دیگه به شیاطین ندادن. این درها بسته شده و کسی از جنیان هم الان نمیتونه ما رو فریب بده که بگه من علم غیب دارم و این اتفاق قرار بیفته. پس این چیزایی که سحر و جادو میکنن میان آینده رو بهتون میگن، مثلا من تو ایران میری مثلا پول میدی، کسی میاد بهت مثلا میگه آیندهت قراره چه اتفاقی بیفته. من فکر کردم این اسرار رو از اجنه گرفتن اینا، و اگه اجنه این اسرار رو ندارن پس چطور میگیرن اینا؟ دانویسا کار زشتی که انجام دادن، موکل گرفتن. موکل یعنی کسی که قرار کارهایی رو برای دانویس انجام بده. چون ما اون موجودات رو نمیبینیم، مثلا میاد در خانه من یک سری اطلاعات از من داره، میره انتقال میده و دانویس من رو به وسیله اون اطلاعات کم فریب میده. اما صحبت اینجاست که قرآن میگه والله علی کل شیء وکیل. تو اگر واقعا یک انسان شایسته هستی تمام امورت رو به من بسپار. من اگه دردی دارم، حاجتی دارم، خب مستقیما به الله میگم الان تو خونه من میشتم تو جمع ما. اونو شما نمیگم، من فقط میخوام بدونم که اجنه پس اسراری نداره، پس به درد کسی نمیخورن امروز اجنه الان. اصلا میگه نزدیک نشید بهش و فزادوهم رهقا. میگه ربنا استمتع بعضنا به بعض، انسیان در جهنم خواهند گفت پروردگارا ما از این جنها بهرمند شدیم، بهرها بردیم، ولی امروز دیگه حالا نار مسواکم. دیگه جایگاه ما آتشه، نباید بهشون نزدیک بشید. چیزه این، یه آیه دیگه هم داشتیم، من نمیدونم آیشی اگه بتونی کمکم بکنی، که خدا توش میگه که اصلا به کسی اجازه نمیده وارد آسمان ها بشه. اینو میدونی کدوم آیه رو دارم اشاره میکنم؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. میگه این معشر، این گروه جنیان انسیان، میتونید از آسمان ها و زمین بر بشوید، کرانه های آسمان ها. لا تنفذون الا بسلطان، هرگز نمیتوانید مگر من بخواهم، یعنی اون اندازه که اون بخواد و برای کسی که اون بخواد، یعنی خارج از حیطه قدرت الهی کسی نمیتونه این کار انجام بده. میگه اگه میتونید این کار انجام بده. خب این تناقض نداره با سفر انسان به کره ماه؟ اولا کره ماه کسی نرفته، این چند تا عکس سیاه‌سفید انداختن ناسا داده دست ما، یا میگه مریخ یه دونه چیز دستگاه فرستاده اونجا داره تو دره ها میگرده آب پیدا کنه. اینا یه چیزایی است که ما رو فریب میده، کسی اونجاها نرفته. ثانیاً آسمان جو میرن، اینها جو رو گفته دیگه، تنفذوا من اقطار السما الا بسلطان. اصلا کره ما هم بره، قرآن در رو باز میگه اگه قرار بری من باید بهت اجازه، یعنی من میخواهم که تو میتونی، وگرنه کاری میکنم که همون بالا تو رو بزنن. که چون ناسا، احتمالاً چون ناسا به این اسرار راه پیدا کرده، اینم دیگه حکمت خداست دیگه. مثلا ناسا داره با شیطان همکاری میکنه، خدا خواسته که مثلا اینا تا اونجا هم برن، اگه رفته باشن البته، که تا اونجا هم برن. این آیه هم گفته که اگه اجازه بده میرن، احتمالاً به ناسایی که داره با شیطان همکاری میکنه اجازه داده.
نه آیه داره این رو بیان میکنه که یعنی اگر قرار کسی از زمینیان به اون قسمت بره، چون در قرآن هم گفته دیگه، شما میگه در آسمان ها منو عاجز نخواهید کرد، وقتی میگه در آسمان ها منو عاجز نخواهید کرد، خب یعنی نشان میده که انسان ها به آسمان ها، به آسمان هم به قول معروف دست یعنی میرسن، یعنی یک اطلاعات، یک حرکت، یک پروازی به اون سمت ها دارن. اما میگه اگه قرار حرکتی برای انسانم اتفاق بیفته، الله خواست، یعنی یک اجازه میده. من منظورم اینه چیه، این بشری که ما روی زمین داریم اگر بهش 1000 کیلومتر اجازه بدی حرکت کنه به سمت آسمان، میاد 10,000 تاش میکنه از خودش. این مشکل ما شده، یعنی به ما دروغ میگن، یه چیزی که کشف کرده میاد اون رو 2-10 تا دروغ هم بهش میگه که بیشتر به گمراهی ما افزوده بشه و خیلی چیزایی هم که فهمید. یعنی شما میگید ناسا احتمالا به ماه نرفته، ولی دیگه مثلا 1000 کیلومتر رو که رفته، یا اونم نرفته اصلا؟ نه، جو آسمان اتفاقا رفته، من با اون مشکلی ندارم. حتی در خب یعنی 125... خداوند خواسته دیگه، یعنی خداوند خواسته که ناسا. بله دیگه، یعنی برای این تکنولوژی صنعتی که در قرآن هم دفعه قبل آیهشو خوندیم که ماشین هایی ساخته میشه که با جی پی اس حرکت میکنن، باید ما دسترسی به آسمان پیدا بکنیم. متوجه شدم، یعنی این خداوند خواسته دیگه. یعنی شما نه، منظور تو قرآن مثلا آیه پیدا نمی‌کنی که مثلا بگی انسان‌ها به آسمان نمیرن، آیه پیدا نمی‌کنی. بس وقتی الان رفتی قایم گفته من اجازه میدم برید دیگه، مشکلی نداره. بله اجازه داده دیگه. آخه منظور ببین، اگه زمان محمد، ببین اگر زمان محمد گرامی، من بگم فخرالدین جان، بذار من سوالمو بکنم، شاید سوال من اصلا یه چیز دیگه باشه. شما جواب، شما تو چند دقیقه پیش گفتید که ناسا داره با شیطان همکاری میکنه، اوکی، حالا میگید همین ناسا به اذن خداوند تونسته تا یه جاهایی وارد آسمان بشه، چون وارد آسمان شدن اذن خداوند رو نیاز داره، یعنی خداوند به همکار شیطان اجازه داده که وارد آسمان بشه. درست متوجه شدم من؟ آفرین، نکته خوبی رو اشاره کردید. قرار بود من عوضی در فرض برم لازمه برای زمین، امروز لازمه برای زمین اینترنت رو و نقشه هوایی رو بیارم، لازمه، اما قرار نیست که حتما برای رفتن به اون، آوردن اون نعمت، حتما آدم صالح بره یا غیر مؤمن بره. کسی باید بره این کار انجام بره، تمام بشه بره، چه شیطانی باشه چه الهی باشه. بس الله اونجا به هدفش رسید، بس تناقضی پیدا نمیکنه. حالا چرا مثلا این پیشرفت رو به اون افراد میده؟ خب در قرآن هم میگه من به کسی مال زیاد میدم که اون رو فلیم دود له الرحمن، چون در ذلالت، چون من رو دوست نداره، بهره دنیایش رو زیاد خواهم کرد، یعنی از اون صنعت خودروسازی یا تکنولوژی بهترین پول رو بتونه به دست بیاره. اینم تو قرآن اومده. بس صحبت اینجاست، اجازه به انسان میگه میدم بره، نمیگه بد یا خوبش. اگه قرار بود برای وحی باشه، خب میگه محمد بیاد بره بالا، چون محمد رو انتخاب کردم. اما برای تکنولوژی و صنعت و اینجور مسائل کسی بره اون جو آسمان یه ماهواره هایی رو نصب کنه، لزومی نداره پشت بام من کافر بره اون سنگ و نما رو بزنه یا مؤمن، به هیچ فرقی نمیکنه، فقط اون نما باید زده بشه. خب چرا این اجازه رو، به نظر شما چرا این اجازه رو خداوند، در حال اذنش دست خدا بود، چرا این اجازه رو به همکاران شیطان داد، مثلا به مسلمین نداد؟ علتش به نظرتون چون نظرتون رو میخوام بدونم. در واقع ببینید، هدف گفتم آوردن اون علمه، اون علم رو، اون تکنولوژی رو، اون اینترنت رو ما بهش دسترسی پیدا کنیم. اما چرایش رو میگم دیگه، چون ببینید در خود الله متعال در سوره زخرف میگه که من اگر شما مسلمان ها نگاهتون به مال کفار نبود، سقف خانه اونها رو از طلا میکردم و معارج علیها و خونش رو دوبلکس میکردم، معارج یعنی از درون خانه به طبقه دیگر حرکت میکردن، که میگه انقدر به اینا بست زندگی میدادم و زخرفم و اینا زینت کل متال حیات دنیا. چون قرار کسی که بره اون سرمایه، اون نعمت رو از آسمان بیاره، قطعا خیلی سرمایه دار میشه. خب در کتاب الله هم نوشته من این سرمایه رو به انسانهایی که بسیار دشمن من هستن میدم، که تمام بهشتشون اینجا جاری بشه. به چه دلیل خداوند این کار رو میکنه و به مسلمین این نعمت، این پوان رو به مسلمین نمیده، این نعمت رو به مسلمین نمیده؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر،
ولو بسط الله الرزق لبغى في الارض. میگه اولا رب توئه که به یکی زیاد میده به یکی کم میده، به هیچ کس ربطی نداره. اما میگه اونی هم که مال رو زیاد دادم میدونم که فاسده و این رو خواسته بود، نقد دنیا رو از من خواسته بود، هوس دنیا رو خواسته بود. شما نگاه کنید زنانشون بسیار زیبا خوشندامن، یعنی چون محبت دنیا به شدت وجودشون رو فرا گرفته، لذا از هر سو نعمتها رو سر اونها ریخته، ولی از این ورا مؤمنین رو به همون نسبت مالی که دارن میتونن عمرشون رو خواسته. بله، یعنی منظور شما اینه که خداوند به عمد داره یه کاری میکنه اینا گمراه و گمراه و گمراه‌تر بشن. من یک زمانی آرزو میکردم، هیچی هم نداشتم، از دهات اومده بودم، هیچی. یه زمانی یه آرزو کردم بالا شهر یه خونه داشته باشم. چند سال بعد چون به کفرم گرشه خیلی تعجب آورد به اون خونه رسیدم، همون منطقه که نیت کردم. این الله میدونه که راست میگه. بعد یه بار یه بی ام و تو خیابون دیدم، گفتم ای کاش این ماشین داشتم. بعد دقیقا مدت خیلی کوتاهی به اون ماشینم رسیدم. اما ببین بعد این که خواستم اصلاح بشم، انسان پاکی بشم، دیدم که اینها رو بایستی من کم کنم، به فقرا بدم و پاکیزه بشم و یک ماشین معمولی در زندگیم، اونو که نیاز زندگی منه، سوار شم. یعنی ببین الله متعال اگر به اونها اون مال رو میده، چون اونها آرزوشون اینه، اونها به هر شکلی میگن ما این رو میخوایم، دنیا رو میخوایم، و الله هم دنیا رو بهشون میده. و من اراد الاخره و سعالها سعیها، اما هر کدام از شما اراده آخره کنی و تلاش کنی برای آخرت، میگه من از اونجا سهم تو رو بیشتر خواهم کرد. و لذا اینها رو میگیم الله میده بهشون، این نیست که از اینا پارتی بازی میکنه، میگه اینها تمنا و آرزو و آمالشون همینه، چون اصلا به شدت دنیا رو میخوان و آخرت رو رها کردن. بلکه میگه تذرون الاخره یریدون العاجله، نقد رو اراده کرده خودش، تصمیم گرفته، و یذرون الاخره، و آخرت رو رها کرده. میگه خب منم عجلنا له، چون نقد رو خواسته، همین نقد رو به زیبایی براش خواهم داد. بله دیگه، من همین رو گفتم، یعنی چون یه نفر گفته من نعمت دنیا رو میخوام، خداوندم نعمت دنیا رو همینجوری بهش داده که این گمراه بمونه دیگه، یعنی همینجوری غرق در نعمت دنیا بمونه و گمراه بشه، این که اون خواسته. به قارون گفت که تو خیلی مرد ثروت، قرآن سوره قصص نگو، گفت خیلی ثروت داری. به والله، به همون الله تعالی، سوالای من جوابش یه بله است. اگه میشه یه بله یا خیر بگید بعد توضیح بدید. چشم، قارون رو گفت ثروتت رو اگه جمع کردی، حالا تا حالا کافه بود جمع کردی، حالا اینو من خلاصه میکنم دیگه. میگه حالا که لا تنس نصیبه، که سهمت رو بردار، بقیه رو انفاق کن تا من تو رو ببخشم. اوکی، فکر کنم داره میگه آره دیگه نوید، میگه کنم به طور غیر مستقیم داره میگه چیزه. حالا این شهاب سنگایی که پرت میشه به طرف این اجنه، ببخش من خیلی برام سواله، چون که به نظرم اگه کسی هم قرار قانع بشه، فخرالدین باید، چون که خیلی تصورش سخته با چیز برداشتی که ما داریم از با علم نوین و اینا از جهان، خیلی تناقض داره با چیزی که شما دارید برای ما توصیف میکنین. برای این به نظرم یه ذره با دقت صحبت بکنیم که دقیقا چه اتفاقی داره میفته. اگه کسی هم قرار قانع بشه، به نظرم حداقل تصور کردنش راحت تر بشه، به نظرم من جواب میده اگه قرار بشه قانع بشن. برای من مثلا تصور این که یه سری ستاره هایی به طرف یه شیاطینی پرت بشه، این برای خیلی اصلا خنده‌دار، اصلا این جمله خنده‌دار به نظر میرسه. یعنی این مثلا این شهاب سنگا، آیا تصور شما اینه که شهاب سنگا اصلا از این اجنه بزرگترن، کوچیکترن، مثلا چی میشه؟ مثلا یه اجنه‌ای داریم که از این ستاره ها گنده‌ترن و این میخوره به بدنشون، یا یعنی اینکه نه، تصور خودتون چیه؟ مثلا این اجنه آرمین، شما الان تو جنگ بری چپ باشه میفهمی، یک تیری خورد، یعنی حرکت تیر، روشنایی تیر و اون مسیری که حرکت میکنه، قشنگ میتونی متوجه بشی در شب. خب وقتی تیر رو میزنه، داره میگه آقا کسی رو زدم، این تیر سرعت تیر و زدنش مشخصه. حالا میگه چه کسی زدم؟ شیاطین رو زدم دیگه. حالا شما میتونی باور کنی، میتونی باور نکنی، اما سایز اینا دقیقاً بله دقیقاً دقیقاً مناسب همون شیاطینه، یعنی چیزی نیست که مثلا اندازه یه شهر بیاد بخوره به یک جنی که اندازه یه آدمه، اینطوری نیست، سایز مناسب خود اونهاست. یعنی شیاطین از این ستاره ها بزرگترن؟
ستاره. آخه ببین کی رو ما گفتیم؟ نگفتیم. من الان باورت نمیشه، پریشب داشتم نگاه میکردم، اولین بار بود تو این 10 سال من همیشه نگاه میکنم، اولین بار بود هم صداش رو حس کردم، همین که به شدت نزدیکی سمت مثلا دو سه کوچه اونورته احساس کردم تا اون نزدیکی هم آم. اولین بار میگم یکی همچی چیزی رو من دیدم. خب این تا زمینم اومده زده اون جن رو تمام شده، حتی سنگش هم به زمین نمیفته، مه میشه همونجا. خب من دارم میبینم تو کنار زندگی من این اتفاق افتاده، صداشم من شنیدم، خودم واقعا ترسیدم، گفتم یه دونم به من بخوره چیکار کنم. یعنی منظورم اینه که این گلوله است دیگه، خلقت الله. مثلا اشعه اونا پیشرفته از ما هستن، مثلا ما با اشعه میخوام یک نفر رو بکشیم، فکر کنم مثل یه اشعه هست، میاد میخوره به اون هدف، طرف رو نابود میکنه، عقیمش میکنه و سپس هم همونجا خاموش میشه. مثل که اشیا هست، اصلا سنگ نیست، یک تیریست که میخوره همونجا مح میشه، نابود میشه. این امکان یعنی خدا تعالی اینه دیگه. میگه شما میگی تیر، وقتی ما به یکی میخوایم تیر بزنیم، یعنی به یک موجود میخوایم تیر بزنیم، تیره معمولا بسیار، تجربه بشری ماست، تیره معمولا بسیار بسیار کوچکتر از اون آدم است، ابعاد اون موجود است. خب تیرش کوچیک‌تر از اون موجوده. خب اگه می‌خوایم به یه نقطه‌ای، به یه منطقه‌ای تیر بزنیم، مثلا بمب بزنیم، بمب از اون منطقه کوچیک‌تر، از اون هدف کوچیک‌تره. خب منظور اینه که در این مورد هم شما میگید همین گونه است، مسلماً اون جن و شیطان و اینا از نظر ابعاد منظوره کوچیک‌تر از، بزرگتر از اون تیره، اون تیره کوچیک‌تره دیگه، مثل تیرای ما. البته خب مثل تیرای ما نیست، حداقل دو جلو چشما به اندازه یه توپ فوتبال یا دو برابر یا سه برابر هم آدم میبینه دیگه، مثلا یک همچین کتری رو در جلو چشما دو سه برابر توپ فوتبال، یه توپ فوتباله، یه بیشتر. آره آره آره. پس ابعادش از جن، از شیاطین کوچیک‌تره. بعدم یه سوال، شما میگه زمین تخته یا کره؟ شما زمین تختی هستید یا زمین طبق قرآن تخت نیست؟ یک، اولا در قرآن آمده یکور اللیل الان می پیچانه شب را بر روز، اون رو کلمه پیچش را آورده در سوره زمر. از اون مهمتر آیه که در قرآنه، چون اگه زمین تخت باشه میگیم رب المشرق والمغرب، یک شرق و یک غرب، اما در قرآن کلمه مشارق را آورده، یعنی خورشید مشرق، مشرق از افغانستان به ایران، از ایران به ترکیه، از ترکیه به اروپا، از اروپا مثلا به جای دیگه، یعنی مشرق به مشرق بالا میاد. اگه زمین تخت بود از یک جا برای همه بیرون میومد، از یک جا برای همه غروب میومد، میشد رب المشرق والمغرب. اما در قرآن رب المشارق آمده، یعنی این زمین تخت نیست و اتفاقا شرق به شرق طبق قرآن باید بالا بیاد و معلوم میشه که حالت دوار رو داره. بعد مثلا اگه دوار داره، یعنی قبول داری که اون طرف کره زمینم یه سری آدمایی هستن، یعنی کرویه و اون طرف کره زمین، پس با جاذبه و اینا اعتقاد داری که جاذبه کره زمینه که انسان‌ها رو هم این طرف کره زمین هم اون طرف کره زمین رو نگه داشته، درسته، روی زمین، اینو قبول داری؟ در این مورد من علمی ندارم، نمیتونم صحبت کنم، فقط میدونم که زمین‌ها، کوه‌ها لنگر زمینن که زمین رو نگه دارن و ما به این سوی اون سوی زمین پرت نشدیم، ولی از این که جاذبه زمین در این مورد من شاید تو قرآنم باشه، ولی من علمشو ندارم. اوکی. این که اون آیه رو بریم سراغ اون آیه که شما میخواستین خودتون در برش صحبت بکنیم، که اول ستاره ها به وجود اومدن یا اول کره زمین. الان دو تا سوره در برای این موضوع من دارم، شما میخواستین به این بپردازین، درسته؟ بله دقیقا، من میخواستم به همین بپردازم که جوابی رو بهتون میدم، در فکر کنم هیچ جا هم نشنیده باشید، یعنی اولین بار میشنوید و همین باعث میشه که یه موقعی در ترجمه یا عبارتهای قرآنی یه مقداری به ما اطمینان کنید. ببینید در قرآن دو جا اومده که سوره فصله و 29 بقره که اول زمین رو خلق کرد، ثم استوى الی السماء، سپس به آسمان رفت. اما در سوره نازعات، فکر کنم سوره نازعات، میاد میگه که والارض بعد از ذالک، بعد از آسمان زمین رو گسترانیدیم. اینجا تناقض میشه، اونجا میگه اول زمین بعد آسمان، بعد اینجا میگه اول آسمان بعد زمین، و اعتراض شما هم به حقه.
اما ببینید کلمه بعد همیشه کلمه معنای ترتیبی رو نمیده. من الان این رو ثابت خواهم کرد. در قرآن ها حداقل تو قرآن این عبارت استفاده شده. مثلا من به شما میگم من آسمان رو ساخت، زمین رو ساخت، آسمان رو ساختم، بعدش هم زمین رو ساختم، زمین رو هم من ساختم، بعدش هم میگم بعدش هم زمین رو من ساختم. این بعدش هم دال بر این نمیشه که یعنی بعد از آسمان، یعنی گفتم آسمان رو ساختم بعدش هم زمین رو هم ساختم. اما برای اینکه این عبارت تو قرآن خودش رو نشون بده، شما به سوره انعام آیه 153 و 154 اونجا میگه انهازا سراتی موسی، این قرآن راه راست منه. منظور بذار من یه تیکه این یه جا شفاف بشه برم. مثلا گفته شبیه این جمله من میشه، آسمان رو ساختم تازه زمینم من ساختم، منظورت این بعدشم بله بله تازه زمینم من ساختم، مثلا کجای کاری؟ آره آره به این حالت. حالا من برای اینکه ثابت کنم این عبارت تو قرآن موجوده که خطا نکرده، یعنی محمد گوینده قرآن نیست که بخواد تناقض گویی کنه، همین آیه 153-154 کافیه. خیلی جواب خوبی هم هست که میگه انهازا صراطی مستقیما، میگه این قرآن راه راست من، فتبعو، از قرآن تبعیت کنید دیگه، بقیه رو نمیخوام. بعد اینکه قرآن رو میگه، میگه ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی، میگه این قرآن راه راست، در آیه 150 میگه سپس به موسی کتاب رو دادم. خب این رو دقت کنید، ثم یعنی بعد، سپس میگه این قرآن راه راست، سپس به موسی هم کتاب دادم، یعنی بعد از قرآن به موسی کتاب داده. نه اینجا منظورش اینی که این قرآن راه راست، ثم باز کتاب موسی هم مال من بوده، من به موسی داده بودم. اون ثم دال بر ترتیب نزول نیست، دال بر این که میگه یعنی بعدش هم به موسی من کتاب داده بودم. خود خداست دیگه، یعنی این که میگه هر دو برای من بوده، منظورش اینه، یعنی هر دو خدا. آفه اون سمه رو آخه سمه تو برمیگرده به خدا، برمیگرده به، منظورش اینه که اون سمه برمیگرده به فاعل، به مفعول بر نمیگرده. آره یعنی میخوام بگم یعنی برای موسی هم همچی کاری کرده بوده. اون سمه رو در ظاهر سپس من میشه، یعنی بعد از قرآن موسی کتاب داده شد، اما سمه منظورش یعنی به موسی هم من این کتاب رو دادم. اون بعد از ذالک بل ارض بعد از ذالک دهها، منظورش اینه یعنی زمین رو هم تازه من خودم ساختم، منظورش اینه، نه اینکه بگه بعد از آسمان زمین رو ساختم. چون دو تا آیه محکم هست، 29 و سوره فصل 9 و 10 محکم میگن که اول زمین ساخته شد و سپس آسمان ساخته شد. من این فقط سوره انعام رو آوردم که از این عبارت بتونی برای رفع اون شبهه استفاده کنی. چرا مثلا یعنی سمه رو چرا تو اون دو تا آیه دیگه که میگید گفته شده اونجا هم سمه، چرا اونجا اینجوری ترجمه، اونجا هم اینجوری ترجمه نمیکنی؟ خب این دیگه تکنیک گرم، چون ببین این سمه، فقط بذار واضح تر بگم، از کجا میفهمید این سمه اینجا برمیگرده به فاعل، اونجا برمیگرده به مفعول؟ اینو از کجا متوجه میشه؟ ببین من عرضم به حضور که یک مهارتی از همون سوره بقره بهتون بگم، باز براتون خیلی جالب میشه. همون آیه 29 که بود سوره بقره شما شبهه کرده اید، دقت کنید همونجا یه آیه دیگه هم هست که در سوره غافره فکر کنم آیه 11 میگه که امت تنسنتن و احیای تنس، کافران در روز قیامت میگن الله ما رو دوبار میراند دوبار زندگه. خب دوبار زندگی که حقه، یه بار دنیا یه بارم قیامت، اما دوبار میراندی چیه؟ خب ما یه بار بعد از دنیا مردیم، این امت تنسنتن دوبار میراندی چیه؟ ببین دقیقا میاد اون رو در آیه 28 توضیح میده، 28 بقره، کیف تکفرون، چرا به الله کفر میزنید؟ در حال کنتم امواتن، شما اول مرده بودی، سپس احیاکم، زنده کردم، سپس شما رو میمیرانم، سپس زنده میکنم. میاد تفسیر میکنه این منظورم از دوتا مردن اینه که شما مرده بودید در نگاه من، اول به دنیا زنده کردم بعد دوباره میرم، یعنی دوبار مرده رو اینجا تفسیر کرد. دقیقا میاد در 29 سوره بقره که پشت همین آیه است، میخواد اون رو تفسیر رو ادامه بده، میگه اگه جای شک کردی که اون بحثای نازات آمد یا فصلت آمد، بگو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اول الله زمین رو خلق کرد ثم استوى الی السماء، یعنی اینجا داره اون شبهه رو باز میکنه، سپس رفت به سوی آسمان و آسمان رو ساخت. اینجا به خاطر همون دیگه از ادبیات و اون شگرد قرآنی بایستی قرآن شناس بهره ببره. حالا خودت فکر میکنی که اول ستاره ها رو خدا آفرید یا اول کره زمین رو؟ اول زمین فعل شده، بعد آسمان، بعد اومده زینت داده آسمان رو به ستارگان.
اینو چجوری نتیجه میگیری که اول بر اساس چیزی که تو قرآن میبینی، اینو چجوری نتیجه میگیری که اول زمین بوده بعد ستاره ها؟ هم سوره فصلت آیه 7 و 8 هم سوره بقره آیه 29 میگه کیف تکفر، دوتاش هم کیف تکفر و انتم تکفر، میگه چرا کافر میشید. در دوتاش هم اینو گفته، اون کسی که زمین رو در دو روز خلق کرد و سپس زمین رو با قوتش در چهار روز خلق کرد، ثم استوى الى السماء. آخه تو گفتی این سمه به ما نشون نمیده که کدوم اوله کدوم دومه. الان من گفتم سمه و بعدو برا ما نشون نمیداد، اما با توجه به اینکه اون یک آیه در سوره اعلی آمده بود، اینجا دو تا آیه، یکیش متشابه میشه، یکی میشه محکمش، یعنی محکمات میاد اون رو محکم میکنه. دو تا آیه آمده که من اول زمین رو خلق کردم سپس به آسمان رفتم. دو آیه در این مورد در 29 بقره میگه فصل. حالا من بذار من توضیح بدم، من متوجه بشم. اینجا یه آیه داریم که اونجا گفته اول آسمون رو خلق کردم بعد زمین. خب میگه این بعد برمیگرده میگه تازه زمینم من خلق کردم، منظورش اینه. خب یعنی میگه آسمون رو خلق کردم، تازه زمینم من خلق کردم، اینجا منظورش اینه. میگه چون دو تا آیه داریم اونور، دو تا، این یه دونه است اون دو تاست، دو تا آیه داریم اونور که بازم میگه اول زمین رو خلق کردم بعد آسمان، میگه چون اون دو تاست اون درسته. اینجا تفسیر باید بکنید که منظورش اینه که تازه زمینم من خلق کردم تو این آیه، اون دو تای دیگه باید تفسیر بکنید، اون ثمه رو باید تفسیر بکنید که منظورش بعد از اونه، یعنی اونجا ترتیب داره ولی تو این یکی ترتیب نداره. بعدش نوید درست بود فخرالدین؟ بعد اینو داشتی میگفتی؟ بله دیگه، دو تا آیه میاد برای این موضوع قوت میبخشه که شما اول زمین خلق شده بعد آسمان. اون یک آیه که اونجا اشاره میکنه بعد زالکه، چون زالکه هم آورده اگه دقت کنید، یعنی منظورش اینه که تازه زمین رو هم خود من خلق کردم، یعنی بعدش هم زمین رو من خودم خلق کردم، یعنی اونجا بحث بعد ترتیبی نیست، بحث بعد تأکیدی است که میگه زمین رو هم خودم خلق کردم. از کجا میگید اینی که هیچ کدومش اصلا ترتیبی نبود؟ از همه این سه تا همشون ترتیبی نبوده؟ نه، اون به خاطر اینکه تکرار زمین اول زمین بعد آسمان تکرارش بیشتره. دو تا گفته برای زمین بعد آسمان. باشه ولی اگه 10 تا هم گفته بود 10 تاش هم میتونه همش داره در برای تایید میگفت. من یک روش دیگه برات استفاده کردم اگه دقت کنی، گفتم یک آیه متشابه در سوره غافر آمده بود دوبار ما رو میراندی، آمد دقیقا در 28 بقره تفسیرش کرد که تو اول در نگاه من مرده بودی و سپس بعد از این دنیا میمیرم، پس میشه دوتا مردن، اینجا تفسیرش کرد. دقیقا آیه 29 هم کنار همون قرار داده که بگه این زمین رو تفسیر خواهم کرد. حقیقت رو برات در اینجا کنار آیه 28 میذارم که بفهمین دوتا تفسیر متشابهاتن. و اینجا هم دقیقا میاد همین کار رو میکنه، میگه اول زمین رو خلق کردم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا رو هم دقیقا در سوره فصلت هم تکرار میکنه، میگه والارض فی اربعه ایام، زمین رو با اقواتش تو چهار روز خلق کردم، یعنی اول کل زمین رو در چهار روز میگه با قواهاش خلق کردم، ثم استوى الى السماء، اینجا میگه ثم استوى الى السماء. این دوتا آیه کمک میکنه که ما متوجه بشیم اینجا بحث حقیقت رو میخواد به وسیله 28 و 29 به ما آشکار کنه. پس حالا اینجا یه تناقض داریم دوباره با چیزی که تو دنیای علم داریم با چیزی که تو قرآن هست دیگه، چون که از علمی چیزی رو که ما میدونیم اینه که ستاره ها خیلی 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 قبل از اینکه کره زمینی باشه ستاره ها بودن، درسته؟ آخه ستاره ها رو اونا سیاره میدونن، مریخ میدونن، زهره میدونن، ناهید میدونن. نه، ستاره ها سیاره نمیدونن. این چیزی که ما به عنوان ستاره میبینیم 99.9999% ستاره است که شما میبینید. شما یکی دو تا سیاره نورانی میبینید که خیلی به زمین نزدیکه، بقیه همه ستاره هست، سیاره نیستن، ستاره هست. ستاره یعنی چی؟ جنسشون چیه؟ یعنی چی؟ چه تحلیل میکنه از ستاره؟ مثلا شبیه خورشید، جنسشون خورشید، پلازما جنسشون چیه؟ جنسشون آره همه خورشید، مثل خورشید ما، پلازماست بکنم، روشنایی دارن دیگه، درسته؟ سیاره نیستن، سیاره یه چیزیه که معمولا یا روگ فنته یا داره دور یه ستاره میچرخه.
درسته، ولی در واقع این رو قرآن میگه که اول زمین خلق شد سپس به آسمان رفتن و اوها فی کل سماء امرها، و زندگی هم در همه آسمان ها جاری است و امرش رو اونجا هم وحی کرده، یعنی اول زمین بعد اونها خلق شدن. خب آره، ولی این تناقض داره با چیزی که توی علم میدونیم دیگه. درسته تو علوم ما میدونیم، چیزی که میدونیم اینه که ستاره ها خیلی از قبل از اینکه کره زمین باشه خیلی وقت بود ستاره ها بوده. من مطمئنم بذار الان من توضیح بدم. تو کیهان شناسی، تو علم کیهان شناسی، زمین 3.5 میلیارد سال عمرشه و بسیاری از ستاره های جهان هلوهوش 12-13 میلیارد سال عمرشونه، بسیاریشون. یعنی خیلی از ستاره های جهان 99% ستاره جهان عمرشون مثلا 2-3 برابر زمینه. یعنی این عمری که اینا تشخیص دادن میلیارد رفتن به بالا 12-3 میلیارد 3000 میلیارد، به نظرتون یعنی در بشر همچین علمی هست که میلیارد سالها رو تشخیص بده؟ یعنی قدرت توانایی داره بعد از مثلا میلیارد سال هم تشخیص بده؟ بله، اینجوری نیستش که مثلا رفته باشن تاریخ رو مطالعه کرده باشن که نه میدونم منظور همون آسمان نگاه کنم. بله، بشر یه چنین توانایی داره که تشخیص بده این نور مربوط به مثلا فاصله میلیارد سال، یعنی واقعا بشر میتونه تشخیص بده مثلا میلیارد، 1 میلیارد 2 میلیارد 10 میلیارد؟ بله، یعنی این بله واقعا میتونه تشخیص بله 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 بله. حالا در هر صورت پس ما متوجه میشیم که یه چیز دیگه هم اینا اضافه کردن، گفتن عمر زمین مثلا 3000 میلیارد و آسمان ها 12000 میلیارد. نه، من گفتم 3.5 میلیارد سال عمر کره زمین، 4.5 میلیارد سال حیات، 3.5 میلیارد سال و ستارگان یه چیزی گلوش 13-12. خب، حالا یک درست دیگه. حالا در قرآن هم البته در مورد اینا اینکه چقدر عمر زمین آسمان کاری ندارم، اما بایستی تحقیق کنیم که این میلیارد رو ببینیم از کجا در آوردن اینا، چجوری فهمیدن 3000 میلیارد 12 علمی، اونام به ما بگن یاد بدن ما هم یاد بگیریم. 3 میلیارد 4 میلیارد 3 میلیارد. اصلا 3 میلیارد کم نیست که من الان بخوام بشمارم تا آخر عمرم تموم نمیکنه. حالا اینا از کجا فهمیدن اون رو، حداقل مسیر اتخاذ علم رو به ما یاد بدن، ما اینجا بفهمیم که قرآن راست میگه یا اونا. لطف کنید یه نفر اینا همش هست. نه من اونطوری هستن که نمیشه، یه نفر یا از اونایی که میشنون صدای ما رو یکیشون بیاد بگه آقا بر این اساس بعد ما حساب کتاب بندازیم. مسلمون الان چند تا مسلمون فکرم هادی مثلا که میخواد، یه مسلمون میخواد بیاد بالا صحبت بکنه، فخرالدین چرا ببین نه منظور اونایی که علمشو دارن، مثلا شما الان میاد قرآن رو میخواد به این طریق مثلا رد کنید، بگید آقا ثابت شده ثابت کرد، یا آقا غزنفری ثابت کرده مثلا گفته 3.5 میلیارد زمینه 12 میلیارد بر... اینا رو ببین، اینا رو همش روی اینترنت توضیحاش هست، یعنی کسایی که تخصص دارن لازم نیست حتما الان اینجا حضور داشته باشه. یعنی مبهم نگفته به نظر تو مثلا من اونجا الان برم تحقیق کنم به اون معادله میرسم دقیقا؟ مثلا نه مثلا میدونیم که سرعت نور اینقدر است، خب بعد مثلا متوجه میشیم که نور یک ستاره چقدر طول میکشد به ما برسد، بعد این فاصله حالا همون دیگه میرسیم به اونجا که میبره تو سرعت نور رو دیگه از ذهن من خارجه و اون بالا هر چی اونا گفتن دیگه باید قبول کنم دیگه، چون من که نمیتونم بشمارم سرعت نور. نه، اونا بلدن تاریخ رو، منظور فقط میگم قبول کنید شما مال اونا رو قبول کردی، حالا قرآن قبول نکنید دیگه اینم بفهمید. من از فخرالدین میخوام اجازه بگیرم چون هادی هم میخواد بیاد بالا، فکر کنم چون الان نمیدونم فخرالدین بنظرم ممکنه بین مسلمانان سر این موضوع اختلاف نظر باشه، گفتم شاید جالب باشه که بیام به کسی که مخاطبه اختلاف نظر بین مسلمان ها رو با هم بررسی کنید اینجا، اگه نمیدونم حالا هادی میخواد بیاد دفاع بکنه یا اختلاف نظر داره. ببینید آقای آرمین، من اتفاقا نظریاتی که نسبت به قرآن گفتم، مثلا خوشی گفتم دور زمین میچرخه، چون مسلمان ها سعی میکنن اون علم دنیا که مشهوره اون رو بدون تحقیق قبول کنن، چون میگن اگه ما این رو نگیم اون موقع خودمون چیز میشیم. خب بیارمش بلا نه اون کار نداره، مشکل نداره، منظورم اینه که
مسلمان ها اینه برفرض میگن آقا خورشید دور زمین میچرخه، بعد میان توجیه میکنن، ولی من این کار نمیکنم. من ایمان دارم اونایی که تو دنیا علمو به من ارائه میدن دروغگو هم هستن، خیلی جا مثلا علمشو ندارن، همینطور یه چیزی پرونده شده حجت. حالا من که میام میگم قرآن اینو گفته، همه میخندن، میگم بابا تو آبروی قرآنم داری میبری اینطوری، میدونی منظورم چیه؟ یعنی فکر میکنم من با گفته هام آبروی گفتم، در حالی که نمیدونن الله میشنوه، ملک ها میشنوه، شیاطینی که دروغ گفتن میشنون، و این وسط حق که رو بیاد باطل در پشت پرده از بین خواهد. من هدفم اونوره. آقای فخرالدین، آقا عزیز من، شما اطلاعات نداری آخه واسه چی اومدی اینجا داری در مورد کیهان صحبت میکنی؟ اگر اول خدا زمین بودید یه دقیقه سب کنم، یه دقیقه سب کن، اگر اول زمین خلق شده چطور خدا تو قرآن میکنی؟ حالی جان، قبل از اینکه قبل از اینکه صحبت کنیم و فخرالدین، شما من شما مسلمان شیعه هستی درسته؟ برای اینکه مخاطبین من آقای فخرالدین میدونه من کیم. من نه برای آقای فخرالدین تو قرآن آقا حاجی جان، برای مخاطبین دارم میگم که آقا آره من گاو پیشونی سفیدم، همه منو میشناسن. اوکی بفهم. آقای فخرالدین پس چه جوری تو قرآن گفته ما آهن را از آسمان نازل کردیم؟ شما میدونی آهن چه جوری درست میشه؟ ما دو تا فضا داریم، یکی کیهانه یکی اتمسفره. اول کیهان خلق شده، بعد زمین خلق شده، بعد که اتمسفر. شما همه چی رو به هم قاطی کردی، ماست ریختی تو قیمه ها هستن. الان شما میگید آهن از آسمان نازل شده، منم منکر این نیستم، اما وقتی که زمین رو خلق میکنه، زمین که شما میدونیم اگه آهن چجوری درست میشه، خب در واکنش ستارگان اون چیزی که اتفاق میفته. شما حساب کن زمین خلق شده و بعد از اون آسمان که خلق شد، از اونجا اون چیز به توسط یک سری نزولات آسمانی آهن هم اومده در زمین تکمیل گرفته. جواب همه این سوالاتی که دادین اکثریتش نمیدونم بود. خیلی راحت در عبارت ها دیدی نمیدانم استفاده میکنم، ولی من اون چیزی که در قرآن دیدم و محکم میگیرم و به علم اینها اتفاقا حمله میبرم که میدونم دروغ گفتم. به ما ناسا خیلی چیزها رو دروغ گفت از آسمان، ولی صحبت اینجاست که شما گفتید که از ستارگان نازل شده آهن. نه، انزلنا الحديد، آهن از نزولات، یعنی نزولات آسمانی است. حالا در واکنش ستارگان دیگه، یعنی چیزی که گفتم تمام چراغ، مگه ستارگان یه چراغ نبودن؟ مگه اول گفتگو نگفتم وظیفه‌شون فقط تیر انداختن اینا نیست، هزاره یک کار انجام میدن اینها، تمام کارهای زمین رو انجام میدن. مگه اول اینا گفتم؟ خب چرا باشه؟ وظیفه‌ش اینه، ببین نگاه کن، وظیفه‌ش اینه که در اون چیزایی که الله درون اینا طراحی کرده. من یه جمله بگم ببینید درست، شاید درست متوجه شده باشم. شما میگید اینا چراغ‌هایی هستند که تیر هم میندازن و وظایف دیگه ای هم دارن، که یکی از وظایفشون مثلا تولید آهن و رسوندن به کره زمین، مثلا یکی از وظایفشون هم این بود. درسته؟ درست فهمیدم؟ بله بله بله. آیا ستاره هایی که تولید آهن میکنن همون ستاره هایی هستن که باش میشه تیر زد به اجنه، یا ستاره های خاصی داریم برای آهنسازی و ستاره های خاصی داریم برای زدن اجنه؟ ببین، برای یوسف 11 ستاره پایین آمدن. چرا 11 تا بیشتر نه؟ ببین هر کدومشون و نجم اذا هوا برای نبی گرامی یک ستاره مخصوص پایین آمد. دقت کنید، یعنی این نیست که همه ستارگان تیر شهاب دارن. امور و المقسمات امرا، امور تقسیم بندی شده، یعنی یک سری ماشینا هستن مثلا زغال میبرن، یک سری ماشینا هستن نفت میبرن، یک سری ماشینا هستن مثلا چوب میبرن. ستارگان هم دقیقا همینه، اون کاراییشو فرق میکنه، یک سری هاشون برای باران، یک سری هاشون برای عذاب، یک سری هاشون برای زاد و ولد هاست، یک سری برای نگهبانی. امورات رو اینها تدبیر میکنن، ولی تقسیم بندیشون هم کارآمدیشون فرق میکنه. ستاره داریم برای زاد و ولد؟ نه، زاد و ولد نه، مدیریت آن چیزی که الله خواسته در زمین انجام میدن، کارهایی که انجام میدن در دریاها، اقیانوسها، حیوانات. ببین مثلا میگه انزلنا انعام، ما چهار پایان رو نازل کردیم،
اینا باید بیان این کارا رو انجام بدن دیگه، حالا به امر الله این کار انجام، یا مثلا بادها، یا مثلا اون چیزایی که میگه وسابه ها شناورن در این عالم، ملک هایی که کارهایی رو انجام میدن. یعنی من برام فرگشت هم یعنی اوکی نیست؟ یعنی شما فرگشت هم که علم بهش باوری میگید همینه دیگه، علم هم در هم قد قواری علم همینه دیگه. شما الان بهترین دوران علم ها نشست، شاید یه مقدار از این پیشرفتر بشه، ولی یک موجود رو ما جلو چشمون نمینیم دوتا بشه، تبدیل بشه به چیز دیگری. یک داروین نام یک زمان یه چیزی گفته، امروز تو دانشگاه به اون جایزه میدن، نوبل میدن، یه نفر یه موردم پیدا نمیکنه، فقط یک تئوری رو قبول کردید، هیچ سندی هم. آقا نادرتالها رو ما پیدا کردیم، کجا تصویرش کشید تو اینترنت گذاشته تو بایو خودش، بعد همون رو تبلیغ میکنه، میگه بیا نادرتالام این قیافه‌ای بودن. هر چیزی کاشتیم خودش در اومده، پروانه جای خودش، گندم جای خودش، میوه انار جای خودش، انسان جای خودش، یک مورد پیدا نمیکنه از جاش حرکت کنه بشه یه چیز دیگه. اما فقط صرف یک تئوری رو قبول کردیم، گفتیم فالله اتفاقا در قرآن میگه برگشت، فرگشت نیست، میگه قلنا لهم کونوا قردة خاصین، من اون قسمت از بنی اسرائیل رو به چهره های زشت این میمون ها بوزین ها تبدیل کردم که شما بترسید، وقتی میبینی گریه کن که دست این، چشم این، گوش این شبیه منی ولی زشت شده، بزرگ شده، چهرهش از دست داده، گفت من گذاشتم که شما ببینید بترسید، لباس زیبای آدمیت از تنش بیرون کردم، با اون وضعیت او رو رها کردم به بیابانها، بعد شما اومدید میگی فرگشته، بعد من میخواستم شما رو توبیخ کنم، شما باز از این رحمت من باز سوء استفاده کردید، بهره برداری بعد برعکس کردید که بگید خدای در کار نیست و ما فرگشتیم، همچی چیزی اصلا وجود نداره. شما یه مورد بیارید هادی جان. خب اگر یه لحظه میگم الان عمر زمین که من گفتم 4.5 میلیارد ساله و عمر حیات 3.5 میلیارد ساله رو شما میگید که نه این گونه نیست، اصلا قابلیتش وجود نداره یه همچین چیزی اندازه بگیریم. اگر عمر زمین 3.5 میلیارد سال نباشه، در واقع همون 6-7 هزار سالیه که شما توی کتب آسمانی اشاره شده. من به عمر زمینم علم ندارم، نمیتونم حرفی بزنم. ببینید قبل از خلقت انسان فرشته ها و خدا میگن میخواییم موجودی خلق کنی که روی زمین فساد کنه و خون بریزه. قبل از انسان موجوداتی بودن، حالا شما بهش میگین هوموسپین، ما میگیم نمیدونم نسناس، موجوداتی مثل انسان بر روی زمین بودن. حتی تو فکر کنم از امام صادق هم پرسیدن، میگن قبل از آدم انسان های روی زمین زندگی میکردن؟ میکردن. اینا حرف هایی که حالا به هر حال هر کسی یک برداشت، این آدمی که دارید، این انسانی که شما دارید اشاره میکنید، حالا قبلی ها رو شما بهش میگید نسناس، مثلا علم بهش میگه نالیتار، اینی که دارید اشاره میکنید عمرش چقدر از نظر شما این انسان جدید؟ حالا من میخوام برگردم به این آیه، وارد فرگشت نشیم. این هادی جان، این الان برداشت فخرالدین از این آیه شنیدیم، شما برداشتتون از این آیه چیه که از ستاره ها استفاده میشه برای زدن اجنه، ستاره هایی که چراغ هستن برای زینت دادن آسمان و به طرف شیاطین پرتاب میشه که اسرار فرشتگان رو اینا نتونن گوش بکنن بهشون، شما برداشتتون از این آیه چیه؟ ببینید اجنه که من بهش باور دارم، حالا به هر حال یه چیزی میدونم بهش باور دارم، حالا یه وقت خواستی شاید خصوصی هم بهت گفتم، ولی این آیه رو من اصلا نمیتونم درکش کنم که داستان چیه، چون علمش رو ندارم. و هر حال ستاره هم شما برید تو کبیر نگاه کنید مشخصه دیگه، یه چیز زینتی هم هست، نمیتونه بگی نیست. شما آسمان رو نگاه میکنی، آسمان شب لذت نمیبری آسمان رو نگاه میکنی؟ نه، من فقط دارم برداشت شما رو میپرسم. خب پس من نمیدونم کاربرد این آیه به نظرتون چیه وقتی خدا داره به شما میگه که من این ستاره ها رو دارم ازش استفاده میکنم برای اینکه پرتاب بکنم به طرف اجنه که اسرار فرشته ها رو نفهمن. خب شما الان خدا برای شما یه پیام فرستاده، شما نمیدونم نمیفهمید خدا داره چی میگه. ببینید خدا میگه از من بخواهید جواب سوالتون رو میدم، کمکتون میکنم، دستتون رو میگیرم. مطمئنن اگر نیاز باشه که من بدونم این چیه، میام خدایا من میخوام بدونم و به جواب میرسم. همینطور که
به این یقین رسیدم که جن وجود داره. لمسش کردم. خب. دیگه بهتر از این میتونیم. آخه این آیه که به نظر میرسه که بدیهیه داره چی میگه. من اگه مثلا بگی من نفهمیدم این داره چی میگه، خب من اگه خدا بودم میگفتم که خب من به تو مشخصه که دارم چی میگم. بعد همون چیزی که فخرالدین گفته دیگه. یعنی به نظر میرسه برداشت فخرالدین دقیقا شباهت داره با اون چیزی که این آیه داره میگه. چجوریه که فخرالدین متوجه شده، شما متوجه نشدید. خیلی هم شباهت داره حرفی که آیه داره میزنه. به نظر میرسه خیلی واضحه که داره چی میگه. من علمش ندارم بخوام بیام در موردش نظر بدم. اینو آقا ببینید، آقای فخرالدین ماشاءالله خیلی بهتر از من قرآن رو بلده. ولی خب آقای فخرالدین اکثرا از قرآن برداشت شخصی میکنه. حتی در مورد نماز خوندن برداشت شخصی خودش رو میکنه. میگه همه مسلمان ها دارن اشتباه نماز میخونن، نماز من درسته. من چی کار کنم اینو؟ برداشت خودش. حالا من با اون کاری ندارم. من دارم این آیه رو میگم. من به نظرم خب به نظرم مثل از منطقی، اگه منطقی بخوام نگاه بکنیم، برداشت فخرالدین خیلی نزدیکتر هست به اون چیزی که داره این آیه میگه. یعنی خیلی نزدیکه. یعنی برداشت شما میگه برداشت شخصی میکنه، حداقل درباره این آیه چیزی که من میبینم داره اتفاقا شخصی هم نیست. یعنی داره سعی میکنه که دقیقاً چیزی رو که آیه میگه رو دقیقاً همون رو قبول بکنه. اتفاقا به نظرم شایدم همینطوره. شایدم هر جنی نمیدونم مثلا به یه جایی نزدیک میشه با یه شهاب سنگ خدا اونو دور میکنه. من از کجا بدونم؟ شاید این کار داره میکنه. من که علمش رو ندارم که. بعد شما که به جن اعتقاد دارید، این اجن مثلا وجود یعنی فیزیکی دارن؟ برداشت شما از این اجن چیه؟ مثلا یه چیز موجودات فیزیکی هن یا فقط معنوی هن؟ نه اونم نه اونو حالا بعدا یه سری تو خصوصی شاید بهت گفتم چجوریه. آه چرا؟ اوکی خیلی. آخه من چرا؟ نه یه تجربه شخصیه که نمیخواد مثلا به صورت پابلیک بیانش کنه. یعنی برداشتش یه تجربه شخصیه، یه چیزی رو حس کرده، متوجه شده که نمیتونه پابلیک یه بار توی اتاق ادعا کردن کی میتونه ثابت کنه. من رفتم بالا گفتم من میتونم توی محیط آزمایشگاهی هم ثابت کنم یه همچین چیزی هست. هیچ اتفاقی هم نیفتاد، هیچ کسی هم مسلمان نشد، هیچ فایده ای هم نداره کسی بدونه اجنه هست یا نه. خیلی هم بهت نمیرسونه دیگه. من اگه بفهمم اجنه هست خیلی کاربرد داره. من اون وقت ممکنه مسلمون شم اصلا اگه بفهمم اجنه. من اگه بفهمم اجنه هست من به شما گفتم نه شما مسلمون نمیشی. اوکی چرا یقین داری؟ ببخشید هادی جان، گفتم تو محیط آزمایشگاهی میتونین اینو ثابت بکنین. شما سری قبل از شما سوال کردم. من سری قبل از شما سوال کردم اگه قیامت رو ببینی مسلمون میشی؟ گفتی نه. گفتم اگه بری جهنم رو ببینی ایمان میاری به خالق؟ گفتی نه. گفتم چی باید ببینی؟ گفتی نمیدونم. حالا شما میگی مثلا با دیدن عجب من با یه آتئیست صحبت کردم بهشم گفتم چیکار کن. گفت من در بهترین حالت قبول میکنم که یک موجود دیگه ای هست، حتی خیلی از ما قوی تره، خیلی مثلا بهتره، ولی باز قبول نمی کنم که خدایی هست. خدا یک راه بیشتر نداره، ازش بخوای خودش هدایتت کنه، همین. ازش بخوای همین. نه ببین شما من شنیدم مثلا به دوستان میگی ابلیس نگهدارتون باشه. شما خودتون میخواین با خدا دشمن بشید. شما خودتون این مسیر رو انتخاب کردید، وگرنه نمیشه که هم شمشیر بکشه بعد بگی خدایا منو هدایت کن. از کجا میشه؟ حالا برای قبلا الان نه قبل از اینکه به اینجا خدا برسن. تو قرآن میگه از نماز و صبر نمیذارید هیچ کس ضرر ندیده. نماز اول وقت صبر. یه لحظه اجازه بده هادی جان، یه لحظه اجازه بده
جان یه سوالو میپرسی، یه سوالو پرسیدی گفتی چی مگه میشه شما شمشیر میکشید بعد خدا اجازه بده مایک من خواهش میکنم ازت. سوالو پرسیدی آرمین یک جمله در جواب هنوز کامل نشده، احتمالاً این جواب مثلا 7 جمله داره، هنوز جمله اول جواب کامل نشده، شما یه چیز دیگه میگید. خب بذار جوابتو بده بعد جمله بعدی تو بگو. ببینین اولا که ما اگه خدایی وجود داشته باشه، من حتی اگه خودمم یقین داشته باشم که هیچ وقت مطمئن نمیشم، که اینم یقین ندارم، یقین ندارم، چون که من اعتماد ندارم که چیزایی که فکر میکنم درسته 100% درسته، همیشه یک احتمالی قائل میشم برای اینکه باورهام اشتباه باشه و برای همین همیشه سعی میکنم یه مقدار ذهنمو باز نگه دارم، اینکه یک کسی داره میاد با من مخالفت میکنه بپذیرم که شاید اون داره درست میگه و من دارم غلط میگم و برای همین این احتمال رو در نظر بگیرم، یه جا باز میذارم که اون طرف من نشون بده که باورم غلطه و نظرم عوض بکنه. این که شما میان یه لیستی از چیزهایی به من میدی که آیا نظرت عوض میشه و من بگم نه با اون نظرم عوض نمیشه، این به این معنی نیست که من نظرم نمیتونه عوض بشه. من صادقانه دارم میگم نه اون نظر من عوض نمیکنه. خب بعدم میگه خب چی نظرتو عوض میکنه، بعد میگم نمیدونم. ولی خب شما نه من خدام نه شما خدایید، نمیتونیم با یقین بگید که من هیچ وقت مسلمان نمیشم. شاید خدا تصمیم بگیره، من اگه راهش رو ندونم که من چجوری میتونم مسلمان بشم، اگه خدای وجود داشته باشه خدا خودش ممکنه یه راهش رو بدونه که من ندونم شما ندونی، شاید خدا میدونه راهش چیه اگه خدایی باشه. منم میدونم راهش رو گفتم. ببینید من گفتم، من یه بار یه تو اتاقی گفتم آقا اصلا نیاز نیست شما ایمان بیارید، اصلا نیاز نیست به خدا باور داشته باشید، فقط کافیه بخواین بگین خدایا واقعا مثل بچه‌ای که بستنی میخواد گریه میکنه همیشه، مثل آدمی که حسرت تویتا لند کروز رو داره، مثل آدمی که نمیدونم حسرت داشته باشی، بگی خدایا من اگر واقعا میخوای، من گمراهم، من نادانم، اگر هستی من هدایت، اگر از ته دلت بخوای، اگر هم هدایت نکنه اون دنیایی هم باشه، میگی من خواستم تا آخرین روز عمرم هم خواستم ولی تو من هدایت نکردی. اوکی اولا اینکه من یه زمانی این کار کردم، صحبت میکنید که این کار کردم، خب بگو. آره اینکه الان این کارو نمیکنم به این معنی نیست که این کارو نکردم، قبلا یه زمانی بود که این کارو میکردم سالها پیش و به جایی هم نرسید. و اینکه من الان دیگه به خدا باور ندارم، خب خیلی مسخره میشه که بیام التماس بکنم به یه چیزی که باور ندارم بود، یعنی اصلا کار مسخره‌داری هست. من به وجود خدا باور ندارم، بعد میگم برای اینکه باور داشته باشی باید بیای التماس بکنی که خودشو به خود بهت نشون بده. من اگه بهش التماس بکنم، یعنی پس بهش باور دارم که دارم به یه چیزی به چی التماس میکنم، یعنی به یه چیزی باور دارم که باید بهش التماس میکنم. نه شما سرقب گفتی 1% من احتمال میدم وجود داشته باشه، منم الان جمله رو شرطی گفتم. اگر وجود داری، من نمیدونم، من نادانم، اگر وجود داری من میخوام هدایت بشم، این رو همیشه بخواه. اگر هم مردی اون دنیایی نبود، مطمئن باش عاقبت به خیر میشی، چون شما ازش خواستی و باهاش دشمنی نکردی و به قول خودتون اخلاق محور زندگی کردی. یه سال شما با عیسی مسیح این کارو کردی؟ با عیسی مسیح چیکار کنه؟ آیا برای اینکه من خیلی مسیحیام دقیقاً به من همین حرفو زدن. خب مسیحیایی که میگن عیسی خداست و من میگفتم خب من باور ندارم، به من گفتن، اینو خیلی به من گفتن، من کلیسا زیاد رفتم، گفتن که تو تنها راه رسیدن به این که بفهمی عیسی خداست اینه که دعا کنی و از عیسی التماس بکنی که عیسی خودش رو به تو نشون بده و خداییش رو به تو نشون بده و هیچ راه دیگه وجود نداره. من اینو باور کنین بیشتر از 100 بار اینو شنیدم. خب حالا شما آیا جان میگم جواب بدم الان؟ آره من میگم اینو من از مسیحیت از مسلمان بیشتر شنیدم. گفتم که
من هر مشکلی دارم از خدا میخوام، اونم یه راه حل میذاره. فرض مثال از مسیحی ها میپرسی، میگی مگه عیسی خدا نیست؟ میگه بله خداست. میگی خدا همه چیز رو میدونه؟ میگه بله. میگه خب عیسی چطور تو کتاب شما ازش پرسیدن قیامت که گفته من هم مثلا؟ خب وقتی عیسی خدا نیست، آجا شما احتمال میدید که شما دارید اشتباه میکنید و الله خدا نیست؟ من آره، من یه سری یه مدتی با خودم میگفتم خدایا سنی نمیفهمه، مسیحی نمیفهمه، آتئیست نمیفهمه، آیا واقعا من هم نمیفهمم؟ سوال من عوض شد. نه اصلا یه لحظه اجازه بدید من توضیح بدم. شد نه من میدونم شما چی پرسیدید. نه باش یه لحظه شاید اشتباه متوجه شدید یا شاید ما اشتباه گفتیم. یه لحظه زودید. نکته اینجاست که شما الان به آرمین گفتید تو از خداوند، از الله بخوا که تو رو هدایت بکنه، از ته قلب بخوای این کار رو. حالا آرمین میگه که شما به الله باور دارید، ولی احتمال اینکه عیسی خدا باشد و الله خدا نباشد هم وجود دارد دیگه، همونطور که برای آرمین احتمال این وجود دارد که خدا الله خدا باشد. خب آیا شما تا حالا رفتید به عیسی التماس بکنید؟ چون این یکی از راه‌های عیسی هم هست، همین راهی که شما میگید از الله بخواه، این یکی از راه‌هایی هم هست که از عیسی اگه بخوای اونطور هدایت میکنه. آیا تا حالا شما، شاید شما الان گمراهید، اون مسیحیه داره راه درست رو میده، آیا رفتید خودتون از این گمراهی در بیایید به عیسی؟ چرا شما نمیکنید؟ چرا به عیسی التماس نمیکنید؟ نه به خداها، به عیسی، به خود عیسی التماس بکنید، چون راهش اینه که به خود عیسی التماس بکنید، به خود عیسی التماس بکنید که شما را هدایت کنه. کردید این کارو؟ فرق من و آرمین همینه. من خواستم بگم، اجازه ندادی. ببین آقای آرمین میگه 1% احتمال داره خدا وجود داشته باشه، بهشت و جهنمی باشه، ولی در حد صفره. اوکی، مثلا 1000% احتمال داره وجود داشته باشه، ولی من 1,000,000% اصلا صفر، هیچی باور نمی کنم که مسیح خدا باشه. به من از مسیحا پرسیدم اگر روز قیامت فهمیدیم مسیح مثل ما بنده بوده، حاضری بدون چون چرا تشریف ببری جهنم؟ میگه نه. میگم چرا؟ تو که دیگه یقین رسیدی که مسیح خداست. میگه تو میری اگه خدا بود؟ من میگم بله من میرم. اگه خدا بود من چشم و گوش بسته میرم جهنم، واسه لایف تایم تو جهنم میمونم. وقتی من یقین دارم که مسیح خدا نیست، واسه چیز داشت بزنم؟ ولی آقای آرمین میگه 1% احتمال داره خدا وجود داشته باشه. 1% نه، اپسیلون. هر چقدر به علاوه یه صفر، یه ذره بیشتر از صفر. این خود صفر هست. حتی شما نمیتونی به چیزی یقین داشته باشی. هادی جنا، شما اگه یقین داشته باشی، یعنی علم، باید علم الهی داشته باشی. در حد علمت باید در حد یک شعور بی‌نهایت باشه که بتونی به چیزی یقین داشته باشی. بالاخره ذهن انسان قابلیت خطا داره دیگه، درسته؟ صدای من هست؟ درست، صدای شما هست. صدای هادی جان جواب بده. ممکنه شما دارید اشتباه می‌کنید. این احتمال هست که اشتباه می‌کنید؟ این احتمال هست که شما اشتباه می‌کنید یا نه؟ نه، وقتی میگم من به این یقین رسیدم که عیسی نمیتونه خدا باشه، یعنی چی؟ یعنی احتمال نمیدم دیگه. احتمال نیست که شما دارید اشتباه میکنی؟ هیچ احتمالی نمیدید که دارید اشتباه میگه؟ هیچ، میگه هیچ. آره دارید میگه هیچ، دارم میگه هیچ. ولی خب این عجیبه، وقتی که قبول دارین که ذهن انسان قابلیت خطا داره، چجوری میپذیرید که یک چیزی حتما درسته 100%؟ ببینید، گفتم که من اگر خالقی باشه، من اون خالقه رو صدا میزنم، میگم دست منو بگیر، منو هدایت کن. اگر هم من هدایت نشم، من روزی حداقل 5 بار صبح، 3 بار هم شب
التماسش میکنم، میگم خدایا پناه میبرم به تو از خودم، از شر شیطان، از شر هوای نفسم و از هر شر هر چیزی که من رو از راه راست دور کنه. خودت منو هدایت کن، من یک آدم نادانم. اگر هم سعی میکنم اخلاق محور زندگی کنم، یعنی حق کسی رو نخورم، مال یتیم نخورم، از دیوار مردم بالا نرم به ناموس کسی، سب کن. اگر هم قیامتی بود میگم من تو رو صدا زدم، ازت هم خواستم دست منو بگیری، اگرم گمراه رفتم دیگه نگرفته دیگه، من چی کار کنم؟ من این کارا رو میکنم. شما هم به این میگین اخلاقیات، میگین آتئیست باید اخلاق محور باشه. حالا من نمیدونم فرق ما و شما الان، اگه شما اخلاق محور باشین در اینه که ما به یک وجودی میگیم آقا دست ما رو بگیر ما رو هدایت کن، همین. شما میگین اون وجوده نیست. نه آخه این چه روش نتیجه گیریه؟ ما میخوایم وقتی میخوایم ببینیم یه ادعا داره میشه، خب میخوایم بررسی بکنیم که ببینیم آیا باور به این ادعا موجهه یا نه. معمولا میریم دنبال یا از لحاظ بهترین راه اینه که سندی شواهدی وجود داشته باشه که بتونیم از لحاظ تجربه گرایی علمی چیزی رو اثبات بکنیم. اگه اونو نداشتیم میریم از یه روش که کاربردش کمتره استفاده میکنیم، ولی خب نسبتا خوبه، میریم از خردگرایی استفاده میکنیم که استدلال بکنیم ببینیم یه چیزی هست یا نیست. ولی از بین این دو تا روش سوم این که بریم التماس بکنیم، به نظر من تا حالا چیزی کسی نشون نداده که التماس کردن روش خوبی است برای اینکه بیایم نتیجه گیری بکنیم که آیا یه ادعا درست هست یا نه. ما این روش های دیگه ای که داریم استفاده میکنیم دیدیم که اینا جواب میده، دیدیم که اینا روش هایی که ما رو به حقیقت نزدیکتر میکنه. التماس کردن نبوده مثلا توی روش ها، کاربردش نشون نداده. شما یه روشی دارید که نشون بدید التماس کردن روش موجهی هست برای نتیجه گیری؟ حالا بذار فخرالدین هم میخواد صحبت کنه. صدای من هست؟ فخرالدین هستی؟ ببخشید ما هایجک کردیم اتفاقا شما. نه خواهش میکنم، بحث اتفاقا بحث خوبیه. عرضم به حضور که ببینید آقا هادی شاید یه مقدار در مفهوم نتونست مقصود رو برسونه. ببین اولا برای رسیدن به الله یکی از روش های بزرگ نشانه هاست، خلقت او، میوه ها، گل ها، رنگامیزی ها، پوست، رنگ پوست ما، رنگ کوه ها، از ابزار استفاده میکنی. در کنار این توأم با این مقام انسانیت خودت رو، حداقل دین رو نمیخوای پیدا کنی، مقام انسانیت خودت رو حفظ کن برای هدایت. ببین ما هممون در انسانیت خلق شدیم، یعنی مهربانیم. تو بچه تم چیزی بشه من گریه خواهم کرد، بچه من چیزی بشه تو گریه. این مقام انسانیت باعث میشه دین یک روز بیاد سراغت. در سوره بقره از یک آیه میگه که تو نمیتونی کسی رو هدایت کنی، من باید هدایت کنم. بعد سه بار کلمه انفاق رو تو اون آیه میاره که پیام بده به ذهن مخاطب که اگر خوب باشی به خاطر احسان کنی به خلق من، یک روز یک جای دست تو رو میگیرم. من خودم مثلا در زندگیم اینو رعایت میکردم، اعتقادم نداشتم، ولی یه موقع طبق گفتی آقا هادی نمیگفتم اسمت الله ابلیس عیسایی، دنبال گزینه ها نبودم، میگفتم من دوست دارم تو باشی، خالق من باشی و کنارم باشی، منو کمک کنی، دار و ندارم و بگیر، ناقصم کن، ولی تو بیا تو زندگی. یعنی در کنار این چیزها، خوبی ها و احسانی که داشتم، این التماس هم بود یه موقعهایی به دلم میفتد که این اصلا من اعتقاد نداشتم بهش، فقط ته دلم انگار یک نیروی من رو هول میداد به سمت الله. یعنی این جایگاه رو داشتم، اون پیش زمینه رو در خودم باقی گذاشته بودم. یا مثلا یه بار یک مثال بزنم تمام، یکی از دوستای ما یک مقامی تو این چیز گرفت، بالاخره دنیایی تو کشور گرفت، به من گفت بریم اهالی فلان منطقه رو یک تشکری بکنیم. رفتیم اونجا، منم نماز نمیخوندم، اصلا مسخره میکردم، همه چیزو میخندیدم و از معلم خیلی خوب بود. رفتیم اونجا، اینا دیگه وادار کردن نماز جماعت بخوانیم. من وقتی اینا رفتم وضو گرفتم، من رفتم بیرون دستی اومدم گفتم وضو گرفت، نگفتم من، یعنی بدون وضو اومدم واسه تو صف، چون اعتقاد نداشتم که اومدم واسه تو صف نماز که ایستادم، خود به خود من گریم گرفت. بعد از هدایت فهمیدم که بابا یک پیش زمینی در وجود من، یک تشنگی هست، آتشی هست به فطرت ذات خودم، اونها رو بتونیم نگه داریم قطعا الله هم کمک میکنه. بعد بحث شک و اینام رد. ببینید
جالبه دیگه، شما دارید از احساسات استفاده میکنید برای نتیجه گیری. خب یعنی احساسات روش خوبی برای این که با هم بیا ببینیم چه چیزی با حقیقت تطابق بیشتری داره ابزار خوبی نیست. وقتی یک کسی میاد التماس میکنه که خدایا خودت به من نشون بده، یعنی یه سوگیری اینجا وجود، یه سوگیری احساسی اینجا الان وجود داره، یا یک ترسی هست از جهنم که مجازات نشه، یه موقع نکنه یه موقع جهنمی باشه من و اینو بیان منو بسوزونن، و یه موقع حالا بیا خدا بیا خودتو به من نشون بده که اگه باشه یه موقع من مردم نسوزم، یا یک ترسی هست یا یک میلی هست که آقا مثلا شما مثلا که احساس میکنی از روز روانی از روحی احساس دوست دارید که این خدای باشه، و الان وقتی هم که دارید التماس میکنید یعنی یک جوری یه انتخابی هم کردید دیگه، یعنی از همون دارید احساس به جایی که بیاید منطق و شواهد رو دنبال بکنید دارید احساسات خودتون رو دنبال میکنید. نه آرمین بکن، یه زمانی من به فکرم رسید گفتم یه داری پیدا کنم اکسیر جوانی باشه سلول سازی کنه، من نمیم چون کارم دارگیایی بود، بعد میرفتم تو کوه ها این گل ها رو به هم ترکیب میدادم، نمیدونم یه کارهایی میکردم که یک همچه حرکتی اضافه کنم. من در اثنا این حرکت وقتی که گل ها رو نگاه میکردم به دستم میگرفتم، خود به خود اون نگاه قلب من یک چیز دیگه تو گل میدید، دست نقاش رو بعد از 30 سال دیده بودم، یعنی اون سهم. من میخوام بگم که کاری کنیم اون دریچه قلب، چشم قلب باز بشه. خود بخوام میگم از لابلای سنگ چرا این رنگای آبی قرمز صورتی به عمل چجوری اومد، آخه یک آب رو نوشیدن چرا رنگامیزی ها فرم میکنه. دست نقاش رو در واقع میدیدم. ببین در کنار اون احساسات علم سبقت میگرفت، من با علم الله رو قبول کردم نه با احساسات. احساسات مرحله بعدیشه که دیگه وارد این میشه که دوستت دارم، گلها رو به خاطر من، زمین رو به خاطر من خلق کردی، به من بهترین پذیرایی رو انجام. اونا یک مراحلی است که بعداً بین تو و الله محبت زیاد میشه. اما اون پیش زمینه که من میگم دنبال اکسیر جوانی میگشتم، اومدم پیش دوستان گفتن اکسیر رو پیدا کردم، گفتم آره خداست پیدا کردم دیگه. اینا تعجب میکردن به هم. من منظورم اینه که با نشانه ها پیداش میکنیم نه با احساسات. حالا ببین اینکه شما میگی با علم پیدا کردی، حالا اونو تو برنامه هم میخوام اینو بررسی کنیم دیگه که شواهد اینا شما چرا تو برنامه بعدی دربارش صحبت میکنیم، ولی ما الان داریم ابزارها رو داریم مقایسه میکنیم. خب یا ما الان من دو تا ابزار میشناسم، یکیش خردگراییه ابزار یک، یکی ابزار دو هم که بهتر هست هم از ابزار یک میشه تجربه گرایی علمی، یعنی رشنالیزم و امپیریسیزم. امپیریسیزم هم از رشنالیزم خیلی بهتره. حالا شما الان دارید هادی اومد یه ابزار سومی رو به من معرفی کرد و این ابزار التماس کردن بود. من دارم الان ادعا میکنم که آقا این ابزار به درد نمیخوره باور کنید، چون که خیلی سوگیری احساسی داره. به نظر میرسه که از همون اول یک باوری هست قبل از اینکه ما منتظر هستیم، منتظر شواهد و منطق هستیم بعد باور بکنیم، ولی یک کسی داره التماس میکنه پس یه باوری هست، یعنی که یه سوگیری احساسی هست، یک فکر کنم هست. فکر کنم یه مقداری حرف من رو دقت نکردی. من اینطوری بیان کنم، الان شما یک انسان گمراهی. ببین بله. من قبول کردم، من دارم ببین، من شما وقتی میگی که شما میگی از علم داری استفاده میکنی، حالا اونا رو بررسی میکنیم که علمی که شما میگی که ما رو به خدا میرسونه چیه. خب من دارم اون قسمت توسل به احساسات و توسل به التماس و اینا رو دارم میزنم، نمیگم همه حرف شما رو من الان اینجا نزدم که فخر دین جان، من دارم اون روش رو دارم. آره. من فقط اینو میتونم بگم در هدایت یک سری نیروها هستن، نیروهای مثلا ظلمات، یک سری نیروها هستن نیروهای نورن که ما رو هل میدن به سوی تاریکی یا نور، یعنی در این مسیر ما ایم که با عمل کردمون به اونها اجازه میدیم بیشتر قدرتشون در ما زیاد بشه. من منظورم اینه که شما در مسیر هدایت وقتی میخوای قرار بگیری، حداقل جبهه دشمنی رو بذار کنار، یه مقداری سکوت کن تا بتونه اون نیروی حق هم تو رو یه مقداری به سمت نور راحت‌تر بتونه، چون شیاطین اجازه نمیدن، همیشه سعی میکنن شما رو
کامل زیر سلطه قرار بگیرن، شما فرصت فکر کردن به این موضوعات رو نداشته. ولی بیشترین روش، یعنی بهترین روش، همون چیزی که شما خیرات گرایی، تجربه گرایی، شواهد و قرائن، که انشاءالله در مورد این هم حتما روم بزنی که برای اثبات الله از این موضوع صحبت کنی. خب ها، یعنی چرا مثلا من با اسلام الان دشمنی دارم؟ میگین که الان دشمنی تو بذار کنار؟ نظرت اینه؟ نه، من چجوری بهت بگم، خوب باش در جایگاه خودت، حداقل خوب باش تا اون راه باز بشه، هموار بشه. ببین آدم، من اینو تجربه دارم چون در وادی معنویت زندگی میکنیم، آدمایی که بی تقوا هستن شیاطین بسیار به وجودشون تسلط، ولی خودت هم متوجه میشی هر جا لازم باشه ازت استفاده میکنن. لذا خوب باش، فقط خوب باش تا اون زمینه فراهم بشه که شما بتونی با نشانه ها خالقت رو پیدا، یعنی مثلا نگاهت به خورشید بعد از این همه سال عوض میشه، یعنی یک حالت خاصی رو خودش باز میکنه به دریچه قلبت و میگی آقا این همه تاریکی. بله خب فخرالدین، من دشمنی، الان من دشمنی با اسلام دارم، خب شما میگی خوب باش. من یکی از دلایلی که الان دشمنی دارم با اسلام به خاطر این هست که میخواهم خوب باشم، خب به این دلیل دشمنی دارم با اسلام. حالا ممکنه برداشت من غلط باشه و اسلام مثلا درست باشه، و نباید، اگه اسلام درسته خب نباید با اسلام دشمنی کرد، ولی در حال حاضر برای اینکه باورم بر این هست که اسلام غلطه و اسلام انسانها رو داره گمراه میکنه و برای زندگی شخصی و برای جامعه هزینه داره، برای همین بر اساس این باورهای من دشمنی با اسلام رو یک کار اخلاقی، یک کار خوب میبینم، یک کاری میبینم که به نفع جامعه است. نفع جامعه رو شما ببین در این میبینی، مثلا میگی اگر یک سری محدودیت ها برای زنان، مثلا میگه ما تو این یه مثال شدیم، دختران ایجاد شده به وسیله این جنگ با اسلام، این آزادی ها به دست میاد. مثلا میگم ببین ته داستان وقتی نگاه میکنی، وقتی که انسان از محدودیت که الله برای دختران، برای زنان، برای ما مردان قرار داده، اجازه بدید من منظورم اینه شما داری گمان خودت داری خدمت میکنی، اما خبر نداری اون مسیری که میخوای برای انسان ها خدمت کنی، یک راهی رو براشون باز کنی که در اونجا غم و غصه و هزینه ها سنگین میشه و بیماری روح روانی به شدت انسان ها رو فرا میگیره. شما این رو در نظر نمیگیری آیندهش رو که به چه حالتی میفته این انسان ناباور، چه بیماری های میگیره و انسان مؤمن در چه تراوت و شادابی زندگی میکنه. آخه من دارم تو زندگیم برادرام و اطرافیام دارم میسنجم دیگه، همشو زمینگیر شده. اینا رو بیا برامون توضیح بده که من ببینم داری راست میگی یا نه. خب ببین، باشه شاید من دارم اشتباه میکنم، خب، و شما داری درست میگی و ناباوری باعث افسردگی، باعث بدبختی جامعه میشه، خب، و اسلام باعث سعادت و اینجور چیزا میشه. ولی آیا متوجه هستی تا وقتی که من بر این باور هستم، حداقل میتونی بفهمی که چرا؟ فرض کن با برای منم غلطه، ولی نیتم این هست که با توی جامعه باعث افزایش بهسیستی بشم. یعنی اگه دارم با اسلام دشمنی میکنم، به این دلیل دارم با اسلام دشمنی میکنم، برای اینکه دارم سعی میکنم کارهایی رو انجام بدم که برای جامعه مفیده. حالا شاید به غلط، شاید شما دارید درست میگید، ولی چون الان این رو باور دارم، کار خوب رو این میبینم. متوجه هستی؟ خب بار نخواهد داد. درختی که داخلش آب شور بریزی ارزشی نداره، آب گوارا باید ریخ. منتها شما میگی آب من گواراست، منم به عنوان مؤمن میگم آب من گواراست، ولی صحبت اینه که در نتیجه من دارم، حداقل اینه که خودم لمس کردم و دارم مؤمنان رو میبینم، غم و غصه ها اینها رو نمیشکنه، مصیبت ها و مرگ ها اینا رو پرپر نمی کنه و زندگیشون خیلی آرامش دارن. اما افرادی که به شدت در دنیا فرو رفتن، همین افکار شما، پرپر میشن، ضعیف میشن، خیلی بیماری ها میگیرن، ولی خیلی هاشون مخفی میکنن. باشه ببین اینو تو برنامه بعدیمون بررسی خواهیم کرد که ببینیم این حرف شما درسته یا نه. خب ولی من چیزی رو که الان میخوام الان روش تمرکز بکنیم اینه که شما متوجه هستید که یه کسی میتونه هدفش شر نباشه ولی داره با اسلام دشمنی میکنه؟ یعنی میتونید این رو درک بکنین که یک کسی ممکنه بدونین که هدفش خیرخواهی باشه و به خاطر خیرخواهیش داره با اسلام دشمنی میکنه؟
تا یه سنی، تا یه مقطعی آره که انسان فکر میکنه داره خوبی میکنه و لذا باید این کار. من خودم به این افکار مبتلا به بودم، یعنی میگفتم آقا جان اصلا نباید چیزی به نام حجاب و یه پارچه به نظم درسته نباید باشه، یعنی فهم کردم این خیرخواهی برای مردم. اما توی مقطعی هم اینم بگم، چون از درون یک نیروی قوی تو رو نگه میداره، حفاظتت میکنه، اون علم و خرد رو بیشتر بالا میبره، خودت متوجه میشی، ولی نوع لجبازیت براش مهمه. تا کجا میخوای دووم بیاری؟ تا یه جاهای بله میدونم که واقعا نمیدانی تو این عرصه پا گذاشت، شیطان فریبت داده، اما یک جا به اونور اونم کاراشو انجام میده، میگه ببینم تو این مرحله که اومده به اینجا رسیده، حالا من یه چشم از حقیقت رو بهش باز کنم، حاضر برگرده. بعضیا انقدر بدن که بر نمیگردن، حتی حقیقت رو درک میکنن از درون که کار زشتی انجام، این خدمت نیست، شره، ضرره، ولی بازم حاضر که به اون مسیر دوباره میگه که اذا قیل لهم آمنوا کما آمنوا، گفتیم ایمان بیار دیگه، مثل مردم دیگه ایمان بیار، گفت انما نحنو، ما خودمون مؤمنیم و دیگران رو مسخره میکنیم و دیگه مؤمنان رو به مسخره گرفتیم. یعنی منظورم اینه که آگاهیت بیشتر خواهد شد، این نیست که بخواد همیشه تو یک زمینه فرکت کنی و فکر کنی که خیرخواه مردم، یک جاهای خودش آگاهیت میکنه، ولی نوع لجبازی یا اون پیریزی که کردی اومدی خودتو مثلا مشهور شدی یا یه کارهایی کردی اصلا از این طریق درآمد داری، دیگه حاضر نیستی اینها رو از دست بدی و لذا باقی میمانی و این خیلی خطرناک. یعنی من اگه 20 سال دیگه دیدی که هنوز من دارم با اسلام دشمنی میکنم، اون موقع مطمئن میشی که من هدفم خیرخواهی نیست، هدفم شره. اون موقع قطعا دیگه به بلوغ، قطعا میگه ذالک مبلغ من العلم، میگه به بلوغ که خواهی رسید، یعنی این نیست که تو همیشه تو این وادی به این افکار بمان، چون ببین الله متعال انسانها رو غافل از دنیا نمیبره، قطعا یک جایی به شما آگاهی رو خواهد رسونید و شما جنگ رو با آگاهی ادامه خواهید داد. یک جای جنگ رو بدون آگاهی میبری، اگه بمیریم الله مؤاخذت نمیگه چون نمیدونستی واقعا، اما مطمئنم الله هم افرادی مثل شما رو همینطوری رها نخواهد کرد. فخرالدین رو میسازه میفرسته به میدان، یا از شواهد دوران اطراف زندگی فامیلت یه حرکتای خواهد کرد برات که تو آگاهی زیاد بشه، حالا ببینیم این جنگ رو خاموش میکنی یا بازم ادامه. قطعا اینه، قطعا ادامت از روی علم خواهد بود، نه از روی غفلت. آخه من نمیفهمم چجوری میشه مثلا من اگه متوجه بشم که اسلام درسته، بعد بیام وقتی بفهمم، اگه بفهمم اسلام درسته، خب من که نمیخوام تو جهنم که بسوزم، بعد بخوام به خاطر منافع مالی توی این دنیا دشمنیمو با اسلام ادامه بدم، با اینکه متوجه هستم که قراره تو جهنم برای ابد بسوزم. اگه بفهمم اسلام درسته مرض دارم مثلا نشم، اگه الان تو این جایگاه هستی، وقتی اندازه پلیدی بدن زیاد بشه، خود به خود احاطه بهی خطیعته، خطاهات انقدر تو رو احاطه میکنه اجازه تفکر بهت نمیدن، یعنی شما حاضری همین سیستم میگه هر چه باد آباد من همین مسیر رو میخوام برم. یعنی من افرادی رو دیدم علنا 30 سال چون مثلا درس داده، درس خونده، اومدم اون درسش رو از قرآن ثابت کردم، آقا مثلا وضو طبق اینایی مشکل داره، خوشم به اون علم رسیده ها، ولی چون میدونه برگرد پاش رو بشوره باید اون لباس رو کنار بگذاره، ولی به خاطر اون موقعیتش حاضر مخفی کاری، این خطرناکه. تا 30 سال نمیدونه، حالا که من یعنی اینجا به خاطر اون مقدمه‌ای که تو زندگیش ساخته، ظرفیت که ساخته، و اگه بخواد حرفش رو عوض کنه باید کل سیستم عوض بشه به خاطر یک کلمه، به خاطر این حاضر نیست حقیقت رو آشکار کنه و با همون مسیر رو ادامه میده. اگه من کل سیستم رو عوض نکنم، به این معنی خواهد بود که قراره برای بی‌نهایت سال توی آتش بسوزم، خب معلومه که کل سیستم رو میام عوض میکنم. مگه اینکه شما میگی که خب نه، اون موقع انقدر من کارهای بد کردم که انقدر پلید شدم که دیگه قدرت تفکر ندارم. خب من اگه قدرت تفکر دیگه در اون موقع ندارم، دیگه خب تقصیر من نیست دیگه که دیگه پلید موندم، یعنی چون این اختیار از من دیگه گرفته داره میشه در اون شرایط. من نمیدونم چرا باید بعد موجود، اگه من الان که اختیارشو دارم، الان میتونم فکر بکنم، میخوام که مطمئن باشم که کاری رو که دارم انجام میدم به نفع جامعه باشه. حالا میگه تو همین مسیر برم، به جایی خواهم رسید که با اینکه متوجه میشم که اسلام درسته و قرار برم جهنم، هنوز کارم رو ادامه میدم. خب میگم مگه میشه آدم، مگه آدم باید احمق باشه که اون کار رو انجام بده؟ میگه خب نه، اون موقع دیگه قدرت تفکر نداری.
اگه قدرت تفکر ندارم خب یه دست من نیست که چیکار دارم میکنم، پس با قدرت تفکر داری، قدرت اراده نداری. یعنی یک عواملی که خودت تهیه کردی. ببین میتونی واقعا از اون جایگاه، ببین من مثلا وقتی هدایت شدم 5-6 تا مغازه داشتم، اما تو درآمدم مشکل بود، چیزهایی میفروشم که باید دیگه تو باورم نباید بفروشم. یه موقع افرادی دورم بودن احاطه کردن، گفتن آقا کارت فوق‌العاده است، این از دست ندی، فلان، تحریکم میکردن، حتی دوام میکردن. یه موقع دین رو نگاه میکنم، نمازو که خوب میخونم، به من دستور میده تو از این کار باید دست برداری. یعنی ببین اون نوع وجدان درونی من، اندازه وجدان من باعث میشه که من تصمیم خوب یا بد بگیرم. منظورم اینی که من چرا میگم خوب باش، که تو اون بزنگاهایی که قرار یک سری علم به تو عطا بشه، اونجا خوبی تو باعث بشه هولت بده سمت نور، نمونی، متوقف نشی. الان خیلی از یهود و نصارا یا فرقه ها میدونن راه حق چیه، اما ببین نوع بدی ها و استیقنت ها انفسهم علوم و ظلم، میگه اون تکبرش اجازه نمیده بهش. بله این فن واقعا وجود داری، به علم میرسی، درست یقین نداری به آخرت، چون آخرت رو من الان قبول میکنم در ایمان، ولی میگه وعبد رب که حتی یاتی کل یقین، اما یقین حاصل شدن در گذر عبادت و بندگی حاصل میشه. من الان تو این جایگاه هم بله دیگه واقعا خیلی باید محکم باشه. okay. اما یه موقع هست اون اوایل اگه رو من فشار زیاد باشه احتمال سقوط هست. من نمیفهمم این چه تکبریه، خب که من فکر کنم اینقدر تکبر داشته باشم که بگم بله اینقدر من تکبر دارم که میارزه که من برش تو جهنم برای همیشه بسوزم. اصلا معنی نداره یه چیزی، مگر اینکه یه کسی واقعا انقدر زده باشه به سرش که بعد شما میگید که قدرت اراده نداره. خب اگه قدرت اراده نداره، آخه من نمیدونم برای چی یه کسی باید بره جهنم بسوزه برای چیزی که تو قدرت ارادهش هم نداشته. تموم شد دیگه، من جهنم رو بذار یه مقدار آسان تا جهنم رو در یک نگاهی میبینه غبارآلوده، جهنم شفاف رو نمیبینه، علم بهش داده شده میبینه، اما گفتم اون فطرتی که دستکاریش کرده، خرابش کرده، ظلم کرده، تو اون گناه ها گناهش رو به بدترین حالت ها تبدیل کرده. اینا اون گناه ها رو در زمانی داشته انجام میداده خب که صادقانه و شفافانه و خیرخواهانه فکر میکرده اینا کاره درسته. حالا این گناه ها روی هم جمع شده و الان دیدگاهش غبارآلود شده و الان که دیگه داره میبینه که بله آخرتی وجود داره، متاسفانه دیگه دستش پاش مقدار با این غبار و پلیدیا و اینا یه مقدار بسته شده. موقعی که میتونست منطقی تصمیم گیری بکنه خب نمیدونست اسلام درسته، حالا که فهمیده اسلام درسته الان ذهنش رو یه قباری، یه پلیدی گرفته که نمیتونه الان تصمیم درسته بگیره. یعنی در نهایت جفتش غیر منطقیه که همچی کسی رو شما بفرستی جهنم. من عذرخواهی میکنم از حضار. ببین یه نفر هست مثلا دوست دختر داره، وقتی که باهاش رابطه داره، دخترم اصلا مالی هم از این نخواد، این کمکی بهش میکنه، تو کیفش یه چیزی میذاره. یه موقع از یک نفر میبینیم فقط نگاهش یه تیکه گوشته، فقط ابزار جنسیه. ببین در هدایتی که بعدها هر دوتاش هم دارن خطا میکنن ها، اما در هدایت آینده که پیش میاد، اون فردی که یک مقدار انصاف تو این زندگی داشت راحت تر میتونه حقیقت رو دریافت کنه. من الان افرادی رو دارم مثلا میگم مثل من نگاهشون به آخرت و به الله و وجود الله هست، اما هر چی میگم چرا نماز نمیخونی، لال میشه، حرف نمیاد. میگم بابا نمازتو بخون، تو که میگی خدا هست، قیامت هم هست، شرک هم اینه قبول کردی، چرا نماز نمیخونی؟ ببین یک سری کارهایی که بایستی انجام میداد نداده، الان باعث شده سد راهش بشن، افتاده توی دامی نمیتونه بیرون بیاد، باید خیلی کمک بگیره. منظورم اینه که اون دامی که خودمون رو میندازیم حواسمون باشه دامهای سنگین نباشه، سبک باشه، که یه موقعی الله یه هدایت رو میفرسته سمتت، یه دو سه روزی حالت خوبه، اونجا سریع بتونی مطلب رو بگیری و حرکت کنی. ولی بعضی اینقدر حال خرابی کردن، الله هر چقدر تزریق میکنه مواد و دارو رو، این
حالش خوب نمیشه دیگه، خراب کرده. میدونی منظورم اینه که خودمون باید یه مقداری اون وجدان سلیم، اون عقل سلیم، اون قلب مهربان، اون خوبی رو یه مقدار تو زندگی باید حفظش کنیم. شما الان تو این تفکر شاید اصلا هدایت به سمت هدایت شدی، قبول کردی، واقعا جلو همه اومد گفت آقا من دیگه از الله تبلیغ کنم. اما من میگم کاری نکن 10 سال دیگه اینقدر خراب بشی که وقتی این حالتی که الان داری هدایت می، من میگفتی ای کاش اون موقع قبول میکردم، اون موقع دیگه خیلی کار سخت‌تر میشه. منظور زمینه رو خراب نکن، پیش زمینه رو خرابترش نکن، یه مقداری اجازه بده راه باز باشه که بتونی هدایت بشی. خب من همینجا اجازه دارم برای اینکه همیشه احتمال میدم که میتونه باورم غلط باشه، با کسایی که مخالفم باهاشون صحبت میکنم. خب یعنی اگه من یک کپیتالیستم با کمونیست ها صحبت میکنم، یا آتئیستم با خدا باورا صحبت میکنم، برای اینکه به نظرم بهترین راه هم همینه. بهترین راه التماس نیست، بهترین راه اینه که کسایی که اختلاف نظر دارن باهاتو بهشون این فرصت رو بدی که بیان باهات صحبت بکنن، شاید بتونم قانعت بکنن که با اینا. ها فخرالدین، تو هم مثل هادی فکر میکنی که من امکان نداره مسلمان شم، یعنی که فکر میکنی امکان داره؟ الله برای فرعون که آدم کش بود، کودک کش بود، موسی رو فرستاد گفت لعله قولا له قولا لینا، خیلی آرام صحبت کن شاید هدایت بشن. شما هر فکر کنم منظور هادم اینه، ولی قطعا هدایت برای همه هست، فقط گفتم اراده خودت داره و نگاه خودت و تحقیق خودت. وگرنه الله هیچ کدوم از بنده هاشو دوست نداره. لا یرضا لعباده الکفر، میگه اصلا راضی نیستم کافر بیم، و کافرم آمدی منم غنیم به تو نیازیم ندارم، ولی راضی نیستم کافر باشه. قطعا این بحثا به خاطر اینه که شما یک روزی راه هدایت رو پیدا کنیم، و امید داریم که الله این کار رو انجام بده. اوکی، پس تو الان وظیفه داری که بیای کمکم بکنی من جهنم نرم. اوکی فخرالدین، من یقین دارم جهنم وجود داره، بهش وجود داره، از همه اینا الله مهمه، که البته جهنم رو واقعا میترسم چون این حقیقت آتشا. اما اینکه یک بشری من الله رو بخواد ببازه و بمیره، اگر به والله کوه بگوی کوه پیر میشه منفجر میشه، ولی این انسان ها واقعا موجودات عجیبی هن. الله رو تصمیم گرفتم ببازه، خیلی حرفه، خیلی حرف. مگه میشه من اجازه بدم به شیاطین زمین و زمان که الله رو بل مکر و لیل و نهار الله رو از من بگیرن؟ وقتی میدونم هست، وقتی میبینم انار رو دونه دونه چیده ساخته و من رو در شکم مادر ساخته، من به هیچ عنوان باز نمیدم به شیاطین، به شک و شبه. همیشه با شک و شبه ها میجنگم، اونم با علم و نه با خرافات و این یک سری توهمات. قطعا الله رو با چنگ و دندون نگه خواهم، چون میخوان الله رو از من بگیرن، چون نقشه هاشو دیدم، حمله هاشو در دل شب وقتی نماز شب بلند میشم دیدم میخوان چیکار کنم با من. ولی تا جان دارم قالو ربنا الله همیشه صداش خواهم زد. من نمیتونم اون رو از دست بدم، همه چیزمه، یعنی آسمون ها زمین اون رو دوست دارم، من که چیزی نیستم. ولی اون تازه اومده گفته همون کنه که آسمان و زمین من رو دوست دارن، تو هم با من دوست باش. به منی که یک قطره نطفم، به منم اجازه داده تو میدان توحید وارشم و فقط الله رو صدا بزنم. لذا من اجازه نخواهم داد خدای من رو از من کسی بگیره. جانم رو میدم، مالم رو میدم، فرزندم رو میدم، اما الله یه چیز دیگه است، چون اونا رو هم الله دادی. دوباره میتونه میگه از ایوب گرفتم زن و فرزندش رو، دوباره که امتحانش رو پس داد در اون بیماری های سخت، فقط باز الله رو صدا زد، دوباره فرزندانش رو و دو برابرش رستم بهش داره. من میدم الله این اگه امروز این فرزندان نظری نامهربانی، من میدونم الله اگر توی این معامله و توی این مسابقه پیروز بشم، قطعا بهترین ها رو برای میگه قرات عیون برات نور چشمی نگه داشتم، بیا پیش من. من نمیتونم الله هم رو از دست بدم، زمین و زمان جمع بشه و فقط الله تمام زندگی ما، نفس ما، جان ما، نگاه ما. اوست که برای من آسمان ها، خورشید و ماه و ابرها رو مسخر کرده، اوست که در زمین درختان و کوه و رودها و دریاها رو رام کرده که من بتونم زندگی کنم. از هر سو داره از من پذیرایی میکنه من برم بشینم با یه دختری، با یه مجلسی، با یک پارتی، با یک مقام، با یک نمایندگی الله فروشی کنم، دنیا رو بگیرم الله رو. من هرگز این کارو نخواهم کرد. تمام تار و پود ما اللهه، و نفس من لحظه به لحظه برای کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب. بگو اگر به اون جایگاه رسیدی، بگو جانم، مالم، نفسم، عمرم، تمام زندگی برای الله، برای اون اومدم، و ثابت خواهم کرد که شیطان نمیتونه من رو شکست بده. امید دارم، من قدرتمند نیستم، ولی امید دارم تا انتها مسیر رو درست برم، ازشم کمک میگیرم، برای همم دعا میکنم. اما مطمئنم
تنها عشق عالم الله. دختران نمیتونن عشق من رو برآورده کنن چون خیلی ضعیف، دنیای مشکلات و ضعف ها داریم. تنها کسی که میتونه در عشق خسته نمیشی ازش، مثل اقیانوس ها درون شنا میکنی هر لحظه تشنش میشی، تنها کلمت الله هی الاولیا، کلمه الله. امیدوارم که این موضوع رو جدی بگیریم، خیلی جدی بگیریم، لحظه لحظه الله رو رصد کنیم، تو نشانه ها بریم، اون چیزهایی که گفته در شکم مادر چه کار میکنه، 9 ماه نگه میداره، دختران پسران خلق میکنه، میوه ها رو نگاه، گل ها، من گل ها رو خیلی نگاه میکنم، اصلا عجیب رابطه بین من و گل ها برای الله ایجاد شده. این نشانه ها رو ساده نگیرید، این نشانه ها واقعا بزرگه. بعد از اون برم سگ زن داره، بچه داره، دندان داره، روده داره مثل من، اما از لای جوب و صد داشخال ولی بهترین سفره ها رو در خانه پهن میکنه، چه میوه ها چه غذاهای دور فامیل اطرافیانم میخورم، همش مال الله. من این موقعیت رو نمیخوام از دست بدم، من میخوام صاحب این نعمت که از من پذیرایی کرده رضایتش رو جلب کنم تا باز بهترین نعمت ها رو به من عطا کنه، ولذا با جان دل این مسیر رو خواهم رفت و مطمئنم که ملاقات فمن کان یرجو لقاء الله فان اجل الله. میگه هر کسی که امید داره روزی من رو ملاقات میکنه کار خوب انجام بده و اون روز خواهد آمد، مطمئن باش تو به ملاقات من میای. مثل دنیا، مثل اون زندانی که از پشت پنجره با عزیز دل صحبت میکنی، اون اونور پنجره است، تو اینور پنجره. ایمان یعنی همین. اما روزی این پنجره رو برمیدارن، تلفن رو برمیدارن و خودش رو لمس میکنی و به دیدارش می و به آغوشش میکشی و حرف میزنی و صداش در گوشت، وجود باغت، خانت در بهشت جاری میشه. و چقدر زیباست که زن فرعون گفت رب ابن لی انک بیتا فی الجنه نجنی من فرعون. میگه از این مرد پولدار و ثروتمندی که پادشاه مصر بیزارم، من تو رو میخوام. اما یه چیز عجیب میگه، با اینکه تو کاخ زندگی، گفت برای من یه خانه بساز تو بهشت، اما میگه اندک باشه. میگه یعنی قرینه این اندک اینه که من حتی اون بهشت رو بدون تو نمیخوام، خودم کاخ دارم دیگه، اینجا خانه ای بساز در بهشت، بناش تو باشی ابن لی، بنده بناش تو باشی، اما اندکم باشه، خودت باشی زیباز، خودت نباشی من نمیخوام. بعضیا خوب درک میکنن صاحبشون رو، خوب عاشق میشن. زن فرعون واقعا عجیب زنی بود که از اون همه زینت ها و شهوت ها و پست و مقام ها بیرون جهید و سمت نور، اونم عاشقانه گفت نزد خود هر جا برم فقط تو باید باشی. الان ما هم هر جا بریم بهش باشه، دم در بهش باشه، اصلا حوری نده و رضوان من الله اکبر، من خودش رو میخوام، فقط خودش، اجازه بده حرف بزنم، اجازه بده تسبیحش، اجازه بده اسمش به زبانم جاری بشه، همین کافیمه، همین کافیمه، به والله حوری و تا آخرم به من نده نمیخوام، فقط خودش باشه با من، اون نورش باشه در قلبم، چون من لمسش، من بهترین زینت های دنیا رو، بهترین مواد ها رو استفاده کنم، اما نعشگی که در اسم الله یه چیز دیگه است، هیچ چیزی مثل اون نمیتونه باشه. امیدوارم به اون جایگاه، منم نیستم، اما لمسش کردم، کمی درکش کردم. امیدوارم تلاش کنیم، حرکت کنیم، بخواهیم، صداش بزنیم، هزینه کنیم، رضایتش رو به دست بیاریم، رفتارمون رو تو زندگی رعایت کنیم با فامیل، دوستان، اهل عیالمون، رفتارمون برای جلب رضایت الله باشه، قطعا او هم در این مسیر ما رو کمک خواهد کرد. امیدوارم که دعا میکنیم قلبهای زیادی از بین ما برای اون و برای سمت الله، برای اون کسی که بر عرش و دیدنش رویایی است و واقعا رویایی است درکش، امیدوارم به اون رویاهای بزرگ که حقیقت درک کنیم و برسیم. مرسی فخرالدین. حالا اینکه میای صحبت میکنی درباره این چیزها، یه هدفت چیه؟ این چیزی رو که تو الان بهش رسیدی، اینو برای بقیه هم میخوای؟ برای این میای دربارش صحبت میکنی یا اینکه فقط انجام وظیفه است؟ علم نشرح لک صدرک. مگه فخرالدین تو گمراه نبودی و وزعنا عنک وزرک و تمام بارهای سنگین زندگیت رو برداشتم؟ میگه فإن مع العسر یسرا، سختی ها رو تحمل کنی یا در پس هر سختی آسانی هست. این اول هدایت نگاه نکن سخت شیاطین حمله میکنن، ولی یک جای خیلی قدرتمند میشی. اما و اذا فرغت، زمانی که از این اسباب و آلاتی که خودت برای خودت طراحی کرده بودی سنگینی کرد بر دوشت و من کمکه، اگر فارغ شدی فنسب،
اعلان کن و تبلیغ کن و الی ربک فرغب و مردم رو به سوی رب ترغیب کن. ببین من میدانم انسان ها عشق رو دوست دارن، محبت رو دوست دارن و حاضرن همه چیز رو هزینه کنن برای رسیدن به یک عشق متعادل و علمی. لذا من اون ریشش رو پیدا کردم. من خیلی گشتم در این جهان، همه زینت ها و شهوت ها و مسئولین و خانه های فلان و بیسار همه رو دیدم، اما صحبت اینجاست ترغیب به سوی الله. چون میدونم ما گم شده ایم دیگه، گم شده رو باید کمکش کنی که بگی آقا از این مسیر حرکت کن، تو عشق رو باید در وجود الله ببینی نه کسی دیگر. اوکی ممنون. پس هدفت این هست که ما هم به یه این چیزی که تو بهش رسیدی ما هم به اون برسیم، درسته؟ قطعا. میگه فلعلک باخون نفسک الله، یا میگه از بس که ایمان نمیاد کم مانده جانت هم در بیاد. ببین پیامبران همچین حسی داشتن، یعنی انقدر گمراهی مردم برای خودشان ببخش تموم کن جمله رو، ولی کوتاه جواب بده. انقدر گمراهی مردم برای مردم مؤمن، مؤمنان خوب، انقدر گمراهی شما سخته که میگه کم مانده جانتونم از بدنتون در بیاد. یعنی من آرزوم اینه که انقدر گمراهی شما برای من سخت باشه که حتی به لبه های مرگم برسم از این سختی، چون واقعا سخته. میدانم که یک انسان گمراه چه چیزی رو داره از دست، و میدانم تو داری با این کارت چه چیزی رو از دست میدی و نباید این موقعیت رو تا زندگی از دست بدی. الان فرعون رو بیاری 10 تا زمین رو هزینه میکنه که برگرده سوی الله، اما شما این موقعیت رو الان داری با کمترین هزینه. متاسفانه مسیری می که فرعون رفته، امیدوارم که ته داستانت اون نباشه. پس از روی دلسوزی، از میخواستم ببینم انجام وظیفه است بیشتر یا از روی دلسوزیه؟ یعنی دلت میسوزه برای مثل کسی مثل من که مسلمون نیستم، به خاطر اینه که نگران این هستی که چه بلایی سر من بیاد؟ لما تعزون قوما الله، میگه چرا موعظه میکنی قومی که الله میخواد هلاکتشون کنه؟ گفتم معذرتا الی ربکم، یک عذر نزد الله، یعنی وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. دل اللهم یتقون، باشد امید داریم که اینها هم تقوا پیشه کنن برگردن. یعنی دو بعدی، هم وظیفه‌م باید انجام بدم چون الله این علم رو به ما داده، این فرصت رو داده، باید بگوییم از او. مرحله بعدی که از همشون مهمتره، گفتم در حد مرگ پیامبران حرص می‌خوردن که چرا این مردمان ایمان نمی‌آورن. در سوره شعرا همون اول آیه 2 یا 3 باید باشه، کسی نگاه کنه متوجه میشه، یعنی واقعا برای من سنگین گمراهی یک نفر، واقعا سنگین وحشتناک، چون من آتش‌ها و عذاب‌ها رو یعنی از روی دلسوزی. اینو من اینو بگوی از روی دلسوزی. بله دقیقاً از روی دلسوزی و مهربانی است. اوکی فخرالدین، با اینکه خیلی با اختلاف نظر دارم باهات، خیلی آدم خوبی هستی، یعنی زمین تا آسمون باورهامون با هم فرق داره در جهت کاملا مخالف. خب یعنی من اسلام رو یه چیز به شدت خطرناک و مضر برای جامعه میدونم و تو الله و قرآن و اینا رو بهترین چیزا میدونی، ولی با اینکه اینقدر آدم خیلی خوبی هستی، من خیلی شما بسیار بسیار لطف دارید. همین جملاتت باعث میشه من غم و غصه منو میگیرید، که وقتی میبینم که یک نفر من میگه تو خوبی، دوست داشتنی هستی، از اون ورم میبینم که خب مسیرت رو به ظلمته، برای من واقعا سنگینه. چطور میشه من از نور بنوشم و تو اونور در ظلمت ها فریاد بگی؟ من اون صحنه ها رو میبینم، واقعا برام قلبم دردآوره، واقعا سخته. من برنامه که تموم میشه آخر برنامه میگم به شوخی، چون من که به ابلیس و شیطان و اینا باور ندارم، خب من اصلا باور ندارم که اینا وجود دارن، ولی آخر برنامه میگم ابلیس یارو نگهدار همه شما، اینو به شوخی میگم، این اذیتت میکنه؟ یعنی که بد بر میخوره؟ قطعا ناراحت میشه. ابلیس تو آتش ها ما رو نگهداری خواهد کرد و میگه لا تلومونی، من رو ملامت نکن، خودت رو ملامت، به من ربطی نداره، من گفتم شما سود زدم شما اومدی سمت من. اما صحبت کلمات بد همیشه رو زندگی انسان تاثیر، من همیشه یه نفر میگفت پیروز از خودکشی میپرسه، گفتم ببین اصلا نباید به زبان بیاد، چون کلمات در عالم میپیچه میچرخه یه روزی یه جایی اون تبدیل میشه به یه حقیقتی، اصلا نباید به زبان بیاری کلمه خودکشی رو. لذا این که ابلیس دشمن ماست این کلمات خوبه، اما این که بگیم به اون میسپارم یه جایی قطعا ضرر میکنه، چون کلمات خیلی ارزشمنده، مراقب کلمات باید باشیم. امیدوارم که یک روزی به اون جایگاه برسیم کلمات رو به جا و به موقع استفاده کنیم. لذا بهتره که نگید دیگه این رو.
آخه من که این باور ندارم که مثلا این گفتنش ضرری داره، ولی خب خواستم ببینم اگه تو رو مثلا شنیدنش داره تو رو اذیت میکنه، خب آره ناراحت میشه. اوکی خب پس تو برنامه ای که تو هستی دیگه اینو من اینجوری خدافظی نمی کنم. تو برنامه ای که تشکر ان شاء الله به جای بیتون همون در پناه الله باشه. مرسی. من اوکی پس یواش برنامه بعدی فخرالدین، حالا ببخشید امروز لایو روی یوتیوب نبود، ولی اینو حتما روی یوتیوب میذارم که اونا هم ببینن. برنامه بعدی رو دوست داشتم درباره همین اینکه من تو میگی خدا ناباوری به ضرر جامعه هست، دوست داری اینو برنامه کنیم؟ چون خیلی دوست دارم به ما نشون بدی که چرا مثلا بیدینی، اسلام ستیزی، بی خدایی، چون من فکر میکنم اتفاقا اینو به نفع جامعه است، تو میگی به ضرر جامعه است. اینا رو میتونیم در روش بحث بکنیم که به ما نشون بدی اینو. نظر چیه برنامه بعدی؟ بسیار عالی، اشکال نداره، انشالله ما مطالبی که مفید باشه استفاده میکنیم و اینجا هم بازگو میکنیم. چشم، اشکال نداره، دست داره نکنه. ممنون هادی جان. میخوام اتاق ببندم، ولی اگه نکته هم شما داری بگو، بعدم اتاق ببندیم بریم. بچه ما رو هم فالو کنیم. زنده باشه. مرسی هادی جان، مرسی که اومدی. خیلی خب بچه ها، پس کسایی که دارن گوش میکنن اینو، من بعدن امروز لایو رو یوتیوب نرفتیم، ولی اینو رو یوتیوب پست میکنیم، یعنی دانلودش میکنم میذارم روی یوتیوب هم میذارم، ولی برنامه بعدی رو با فخرالدین دوباره ادامه خواهیم داد. اگه دوست دارین لطفا منو فالو کنید، فخرالدین رو فالو کنید، هادی رو فالو بکنید. ممنون از همتون بچه ها، فعلا تا بعد، بوس به کله همتون.